امروز یک سوال اصلی رو قراره که مطرح بکنیم، اونم اینه که من در انتخابات شرکت بکنم یا نه. من یا هر کسی که مثل من آدم سیاست مداری نیست، علوم سیاسی نخونده، علوم اجتماعی نخونده، اما متوجهه که مسائل سیاسی ایران کاملا در زندگی عادیش موثره، ولی هنوز به یقین نرسیده که باید در این انتخابات شرکت بکنه یا شرکت نکنه و مردده. دو نفر از شرکت کننده داریم، آقای علی هنری که موافق شرکت در انتخابات هستن و قراره که منو قانع کنن که در انتخابات شرکت کنم، و آقای علی علیزاده که تصور میکنن شرکت نکردن در انتخابات بهتر باشه و قرار منو قانع کنن که در انتخابات شرکت نکنم. پنگ بحث هامون پراکنده نشه، ما چهار تا موضوع اصلی که مورد بحثه و در موردش بیشتر بحث میشه انتخاب کردیم. در مورد هر کدوم از این موارد یک رو به هر کدوم از شرکت کننده ها، یعنی در کل صحبت میکنیم در موردش، و در آخر هر بلوک هم من تصمیم خواهم گرفت که بالاخره تصمیم با آقای هنری موافقم یا با آقای علیزاده. در مجموع احتمالاً بیش از یک ساعت خورده ای وقت خواهیم داشت. اگر تعداد سوالاتی که کاربران باراویزیون گذاشتن هم زیاد بود و یا سوالی بودش که مطرح نشده بود، اگر آقایون موافق هستن یک رو در انتها هم به اون سوالات جواب بدن. خب سوال بخش اول، یکی از دلایلی که بیشتر توسط مخالفین شرکت در انتخابات بیان میشه اینه که دفعه قبل در انتخابات تقلب شد و یا حتی به تعبیر برخی کودتا شد و رأی ما دزدیده شد، و کلا شرکت در یک انتخاباتی که رأی ها شمرده نمیشه و تقریبا رأی های مردم به طور کامل دزدیده میشه احتمالا هیچ اثری نخواهد داشت، به خاطر اینکه چه شرکت بکنیم چه نکنیم انتخابات از پیش طراحی شده، نتیجهش هم مشخصه. اینو یه سری میگن و خب کاملا هم حرف درستیه، ما احساس میکنیم که تقلب شده، حالا چرا دوباره بریم این کارو بکنیم. در مقابل به ما یه آدم فکر میکنه که حتی اگه مثلا 90 بار هم تقلب شده باشه، 99 بار از 100 بار هم تقلب شده باشه، بالاخره احتمال کوچکی وجود داره که این بار تقلب نشه و این بار رأی ها شمرده بشه و درست هم شمرده بشه. من هنوز نمیدونم واقعا کدوم یکی از این دو تا استدلال رو بپذیرم، هر جفتش به نظرم کاملا قانع کننده است وقت بیان میکنم. بنابراین از هر دو بزرگوار تقاضا میکنم که دلایل خودشون رو بگن که چجوری میخوان منو قانع کنن که حرفشون درسته. ما شیرخط انداختیم و در این بلاک با آقای هنری آغاز میشه. لطفا دلایلتون رو برای ما بگین که چرا این بار شرکت کردن در انتخابات ممکنه که رأی ما شمرده بشه و خوانده بشه. ممنون. سلام عرض میکنم. اول از همه من بگم که من کلن ارزیابیم از برد و باخت ما یا فایده که ما از انتخاب، از این مشارکت در انتخابات میبریم، لزوماً با تعداد آرا این ارزیابی صورت نمیگیره. این رو ابتدا بگم. ولی اگر بخوایم فقط بحث تقلب رو بهش تکیه داشته باشیم، که من تصورم میکنم که حکومت میخواد تقلب کنه و تقلب هم تا حدی که بتواند انجام میده، همینطور که تلاش داره این انتخابات رو مهندسی بکنه. ولی مسئله اصلی این است که اگر ما موج اجتماعی پدید بیاریم، این تقلب سخت خواهد شد یا غیر ممکن خواهد شد. دلیلش هم اینه که به هر حال حکومت اگر میخواست تقلب نکنه، آقای هاشمی رفسنجانی رو رد صلاحیت نمیکرد. یعنی میبخش اگر میتونست به راحتی تقلب بکند، آقای هاشمی رفسنجانی رو رد صلاحیت نمیکرد. یعنی به روشن است که هزینه تقلب در انتخابات بسیار بالاست. اگر یک پشتیبانی عمومی اجتماعی از کاندیدا صورت بگیره، این هزینه تقلب بسیار بالا و چه بسا اصلا این تقلب ناممکن خواهد شد.
و اونجایی که ما ارزیابیمون از کنشمون اینه که چه گامی رو به سوی دموکراسی برداشتیم، به نظر من این هزینه حکومت بسیار مفید خواهد بود. ولی من فقط اینجا میخوام اشاره کنم که چرا ما، حالا اینجا سوال برمیگرده که چگونه ما میتوانیم، آیا چرا، آیا ما میتوانیم این موج اجتماعی رو پدید بیاریم که تقلب سخت شود؟ من میگم بله میتونیم. فقط میشمارم دلایل رو. به نظر من تو سه سطح جامعه، نیروهای میانی یعنی فعالان سیاسی میانی و همینطور جریان‌های قوی دموکراسی خواه و اصلاح طلبی، ما این پتانسیل رو داریم. جامعه در حالت اضطرار قرار داره، نگران هستش، انباشت مطالبات دموکراتیک و هر گونه مطالبه‌ای در جامعه روشن هستش. این جامعه به واسطه انتخابات سیاسی شده است، این جامعه تجربه کنش‌های جنبش سبز را و همین اتفاقات تقلب جنبش سبز و کودتای جنبش سبز و دروغ بزرگ جنبش به سال 88 را داشته است. به این دلیل می توانیم به اصطلاح انتظار داشته باشیم که که این جامعه به راحتی به مشارکت می آید، یا پتانسیل مشارکت جامعه بسیار بالا هست. این به معنای این نیست که جامعه یقینا مشارکت کنه، ولی این تفاوت داره با دیگر دیسی مشغولیت ها، یعنی جامعه نه بی تفاوت نیستش به این قضیه. پس پتانسیل در جامعه وجود داره. از طرفی دعوت از خاتمی و همینطور به اصطلاح حضور آقای هاشمی یک سری نیروهای میانی سیاست رو که اتفاقا در امر بسیج و در امر خبررسانی، یعنی کلا در امر اعتراض سیاسی بسیار مؤثر هستند در نظام‌های غیر دموکراتیک، اینها فعال شدن، اینها دوباره جرأت کردن، پا به عرصه گذاشتن، پیوندهایی بینشان برقرار شد، اینا ساختارهایی رو شکل دادن. پس پتانسیل در این سطح میانی هم وجود داره. از طرف دیگه ما یک جریان بسیار قوی پیشینه‌مند اصلاح طلبی داریم که هنرش حضور در انتخابات هستش. این جریان که یه بخشی بهشون میتونیم بگیم اصلاحات دوم خردادی، اصلاح طلبان دوم خردادی یا اصلاح طلبان انتخابات محور، اینها تمام توانایی هاشون بازی در زمین حکومت هستش، بازی در به اصطلاح کنش های روتین سیاسی هستش. به این دلیل اینها رو ما نباید تضعیف کنیم و میتونیم از همینها استفاده کنیم برای اینکه بتونیم مشارکت سیاسی اجتماعی رو پدید بیاریم. من به این دلایل، به دلیل این پتانسیلی که احساس میکنم در سطح جامعه، در سطح نیروهای میانی و در سطح بالای به اصطلاح سازمانهای سیاسی وجود داره، من فکر میکنم ما میتونیم این موج رو به وجود بیاوریم و به وجود آمدن این موج تقلب را مانع میشود یا تقلب را بسیار پرهزینه برای حکومت میکنند. بسیار خوب. خب ببخشید من یه سوال، اولا که شما 4 دقیقه فعلا استفاده کردین، من فکر میکنم که اولا در همین جا یه چند تا توضیح بدم بعد برم از آقای علیزاده بگیرم. اولا که مقدار زیادی از استدلال شما در مورد جواب سوال من نبود، اینکه این مردم میان و در بازی میکنن، در حکومت میاد، اینا جواب تقلب رو نمیگیره. یعنی میدونین مانع چگونه، حالا میخواییم بگین مانع تقلب میشه، آره همم هم اومدن، بعد وقتی مثلا صندوقا رو بردن و گذاشتن در اتاقهای دربسته، چجوری مشارکت مردم قراره که جلو اونو بگیره؟ من بیشتر سوالم این بودش که جلوی تقلب در همین مورد من قانع بشم. یه چیزی همون اول فرمودین که متوجه نشدم، در مورد تعداد آرا گفتین که بازم ربطش رو به میزان تقلب من نفهمیدم. این دوتا رو داشته باشین تا زمان خودتون دوباره ازتون. و اینکه گفتین که به علت شرکت زیاد تقلب سخت خواهد شد، هنوزم من نفهمیدم با چه مکانیزمی مشارکت زیاد مانع تقلب خواهد شد. اینا رو میتونید فکر بکنید، دوباره بعد من حتما ازتون میپرسم. آقای علیزاده خدمت شما، بسیار خوب. اولا که من بگم، من به عنوان کسی که عدم شرکت رو تجویز میکنه نیستم. من فکر میکنم که در نهایت افرادی مثل من میتونن تحلیل بدن از شرایط موجود و افرادی که من تصمیم بگیرن با یه میدان شفافیت بیشتر، آیا رأی دادن فایدهش بیشتر از رأی ندادن یا ضررش بیشتره. من معتقدم که نمیتونیم خیلی زیاد تجویزی صحبت کنیم. من میخوام توصیف کنم شرایط موجود رو. شرایط موجود به نظر من به این شکله. ما 2 روز به پایانه، یعنی فردا چهارشنبه است،
ببخشید 24 ساعت به پایان زمان تبلیغات رسمی در انتخابات سال 92 داریم. حالا آقای علی هنری و بقیه دوستان میخوان در این 24 ساعت موج راه بندازن و به نظر من این یک تا حد زیادی نگاه نکردن به واقعیت فضای سیاسی موجوده. چرا موج راه انداختن ممکن نیستش؟ برای اینکه در انتخابات سال 76، در انتخابات سال 88 موج به این شکل به وجود اومد که کاندیداها نه اینکه به ایدئال‌های مردم، دموکراسی خواهان، جوانان نزدیک بودن، ولی کاندیداها تونستن دو قطبی ایجاد کنن. تفاوت‌های بینشون بود که اون تفاوت‌ها رو وقتی مردم تو خونه تلویزیون دیدن به تضاد تفسیرش کردن. بعد مردم تو خیابون بودن. شما یادتون باشه سال 76 سال 88 خیابون تهران مثل خیابون شهرستان‌ها حتی مثل کارنوال بودش. تهران پر از خبرنگار خارجی بود. اصفهان شهرستان کوچیک پر از خبرنگار خارجی بودش. فضا فضای بازی بود که آدم تو خیابون، تو تاکسی‌ها، توی میادین، دانشگاه‌ها پر از سخنرانی انتخاباتی بود. اون بود که موج رو به وجود می آورد. اون بود که باعث می‌شد آدم‌ها با همدیگه روزهای بسیار زیادی بتونن با همدیگه مباحثه کنن تا همدیگه رو به این سمت یا اون سمت قانع کنن. مهندسی انتخابات در امسال به این شکل رخ داد که اولا که قضیه رو رسوند به سه هفته. در این سه هفته هم آقایان اصلاح طلب و به قول خودشون اصلاح جو اول از همه با ورود آقای هاشمی مقدار زیادی امید ایجاد کردن. اون موجی که دارم میگم رو تو اون یه هفته ایجاد کردن و خیلی هم زود هنگام بود و امید مردم رو از بین بردن و یه جور پتانسیل اجتماعی رو خیلی کاهش دادن. شما امید چیزی نیستش که بخواید هر 24 ساعت با دستور از بالا با چه به صورت آمرانه از بالا بیاد به مردم بدن. سوالی که شما کردین اتفاقا سوالی که تو ذهن مردم عادی هستش. اگه من مثلا به عنوان اگه ما سازمان رای داشتیم سال 88 آقای موسوی سازمان رای 400 هزار نفری داشت. این 400 هزار نفر جوون قبراق زن و مرد در خیابون‌های شهرستان مختلف تهران بودن و می‌تونستن آدم‌ها رو قانع کنن. الان این سازمان رای کجاست؟ به نظر من تأثیر واقعی در انتخاب افراد که جور خرید انتخاباتی از میان 7 نفری که باقی موندن که همشون به شکلی به بیت رهبری هم خیلی نزدیک هستن، این خرید انتخاباتی بیشتر این تأثیرش از طریق اون مناظره‌هایی که تلویزیون آقای زرقامی گذاشت. شما باید به اون مناظره نگاه کنید. اگه اون 7 نفر برای شما تفاوتی داشتن، اگه فکر کردین که یکیشون میتونه بهتر سرنوشت شما رقم بزنه، احتمالاً انتخاب میکنید. انتخاب در این انتخابات اخیر انتخابی فردی در نهایت اخلاقی و به نظر من با سود و زیان مسائل معیشتی و مادیه. انتخابی سیاسی نیستش. هر کسی بخواد این انتخابات دو سه روز آینده رو به مسائل سیاسی یا به پروژه دموکراسی خواهی در ایران گره بزنه، به نظر من بعد به اون پروژه دموکراسی خواهی ضربه زده. من یه مسئله دیگه بگم، در واقع پارادوکس قضیه اینه. پارادوکس شما این پارادوکس تردید، پارادوکس قضیه اینه. اصلاح طلبها به موج نیاز دارن برای اینکه چون معتقدن که اگه ما از یک درصدی بالاتر بریم دیگه تقلب نمیشه. هرچند بگذاریم که سال 88 موج هم ایجاد کردن، درصد هم از یک حدی بالاتر بردن و تقلب هم ایجاد شد. به موج نیاز دارن، ولی نحوه چیدن انتخابات طوری که این موج رو اصلا نمیتونن به وجود بیارن. و همین به دوروبر خودشون که نگاه میکنن، به همایش توی آزادی و توی دو تا ورزشگاه کوچیک که نگاه حجاب که دو تا ورزشگاه 10000 نفری نگاه میکنن، فکر میکنن که این موج ما داریم به وجود میاریم، ولی به نظر من بدنه اصلی اجتماع خیلی مردده. یه مسئله دیگه بگم، به نظر من انتخابات موجود همونطور که آقای هنری هم گفتن بیشتر برمیگرده به اون اصلاح طلبای دوم خردادی. اصلاح طلبایی که فهم می‌کردن که ما بریم با چونه زنی از بالا و با نگاه به حاکمیت به حکومت ما میتونیم برای مردم پوام بگیریم. ولی خب شما نگاه کنید، آقای خاتمی که توی دماوند رای داد که امکان شرکتش تو انتخابات خودش باز بذاره، حتی توان این که خودش رو کاندید کنه نداشت. آقای رفسنجانی که دیگه سنگین وزن‌ترین فرده که قرار مرتدلم باشه، به راحتی اوتش کردن بیرون، انداختنش بیرون و هیچ بحرانی هم ساخته نشد. برای من نمیدونم وزن سیاسی واقعی این گروه اصلاح طلب دوم خرداد چیه. حتی اگه وارد حاکمیت هم بشه با چه کارتی میخواد بیاد و حق مردم رو بگیره، با چه کارتی میخواد بیاد و چونه زنی کنه؟ تقریبا فکر میکنم که من چند دقیقه هست شما 4:40 رفتید، ولی میخواستم فقط یه نکته بگم و اونم اینه که تقریبا هیچ کدومتون روی بحث اصلی رو سوال اصلی نموندید که یکی حداقل منو قانع کنه که حتما این بار تقلب میشه و رأی از پیش ساخته شده و یکی دیگه بگه که بیشتر رفتین رو موج اشتباهی. بعد من میتونم بحث به اینجور برگردونم که آقای هنری
استدلالشون بر این پایه بودش که موج هنری ایجاد خواهد شد، موج اجتماعی ایجاد خواهد شد که این موج اجتماعی، موج هنری قرار نیست ببخشید، موج اجتماعی به یک شکلی که هنوز شکلش رو و مکانیزم رو برای من توضیح ندادن، که موج اجتماعی مانع تقلب میشه، مانع از این میشه که رأی ها شمرده نشه. و آقای علیزاده هم گفتن اون استدلالشون بر این اساسه که اون 88 که اون موج به اون بزرگی درست شد نتونست جلوی تقلب رو بگیره، چه انتظاری دارید الان که هیچ موجی هم درست نشده؟ با اصلا وزن سیاسی اصلاح طلب هم کمتر شده، چجوری ممکنه اصلا این بار بتونه جلوی تقلب رو بگیره؟ من فعلا بر این اساس میذارم. پس الان یک بار دیگه من و میخوام به هر دوی بزرگواران وقت بدم، فقط با این سوال دیگه. آقای هنری فرمودن که اگر اینا میتونستن تقلب کنن هاشمی رفسنجانی رو رد صلاحیت نمیکردن. همینجا برای من این سوال پیش میاد که شاید اینا میتونن تقلب بکنن، موضوع ترس از تقلب نیست، اینا از همون موج اجتماعی و از همون تظاهرات و اینا میترسیدن، از این دیگه اعصاب و توان درگیر شدن و شلوغی و خوابوندن و اتفاقات بین المللی شو اینا رو نداشتن، ولی کماکان میتونستن تقلب بکنن. یعنی بازم این استدلال شما هم قانع کننده نبود و کماکان آقای علیزاده این استدلال شما هم اونقدر قانع کننده نیست که آره 88 مشارکت زیاد بود، جوان ها توی ستادهای انتخاباتی بودن، ناظر انتخاباتی زیادتر بود و با وجود همه اینا تقلب کردن، پس امسال هم میخوام حالا اومدیم و امسال نکردن، حالا اومدیم و من با شرکت نکردن، یه امکانی رو از دست دادم، یه امکان یه حقی رو از دست دادم. بنابراین اگر لطف کنید و پای این موضوع بمونیم، چون 2 تا 4 دقیقه استفاده کردین، مجبوریم یه 2 تا 2 دقیقه دیگه بریم، اگر لطف کنید بر همین موضوع، یعنی تقلب و امکان ساختن آرا، و ببینیم من بالاخره قانع میشم یا نه. آقای هنری لطف کنید شما. ببینین نه من خیلی تو وزارت کشور بودم، نه فکر کنم آقای علیزاده که بتونیم دقیقه این مکانیزم تقلب رو به شما توضیح بدیم، ولی من میخوام از اینجا شروع کنم که این پرسش اصلیتون که آقای هاشمی رو چرا یعنی نمیخواستن که موج ایجاد بشه به این دلیلیشون رو حذف کردن، نه به نظر من اصلا نظریه آقای هاشمی از همون نماز جمعه این بود که ما خیابانها رو جمع کنیم و مناظرهای تلویزیونی بذاریم و به ایشون به این پایبند بودش. ایشون وقتی بیانیه حضورش رو داد، بیانیه به اصطلاح کاندیداتوریش رو داد، نوشت که ما هیچ کارناوالی نخواهیم داشت. به نظر من از این نترسیدن، دقیقاً از آینده، از روز جمعه ترسیدن و این روز جمعه است که کار رو برای اونا مشکل میکنه. اینطور نیستش که شما تصور کنین که به راحتی میتونن یک عددی رو بنویسن. اگر میتونن بنویسن، یا به راحتی میگم و یعنی ممکنه اینم بنویسن مثل 88، ولی هزینه بسیار سنگینی براشون داره و این حاکمیت در این زمانه توانایی تحمل اون هزینه رو ندارد. به همین دلیل مهندسی میکنند انتخابات رو، اصلاح طلبان آقای خاتمی رو میارن، با مهندسیش جور در نمیاد، آقای اونو فشار میارن نیاد، آقای هاشمی رو میارن باز مهندسیش خراب میشه و این بار هم میتونیم اون مهندسی رو خراب کنیم. اگر شما بر این باورید که اصلا رأی رو نمیشمرن، پس چرا ما اعتراض نکنیم و نریم رأی بدیم؟ چون به هر حال که یعنی این عدم مشارکتمون هم دیده نمیشه، حداقل خودمون همدیگه رو به هم نشون بدیم. یعنی این نیستش که شما اگر تبلیغ رأی کنی، حداقل اگر رأیتون خونده نمیشه، خودتون رو که به رخ میکشید، به جامعه نشون میدین خودتون رو. یعنی من میگم بیاین بپذیریم که یه حدی تقلب وجود داره، نه اینکه اصلا تقلب وجود نداره. من 2 دقیقه تموم شد. جناب علیزاده. بسیار خوب. ببینید آیه هنری حرفی که میزنن بسیار حرف خطرناکیه و من این رو احتمال اینجاست که میگم که این انتخابات نیامده که در استمرار یا ادامه جنبش سبز باشه. این اومده که جنبش سبز رو معنیش رو از بین ببره. یعنی اگه ما روز شنبه در این انتخابات پیروز نشیم، به نظرم پیروز که نخواهیم شد، پیروز که نمیشیم، ولی دستاوردهای اون 4 تا رو از بین از دست خواهیم داشت.
آقای هنری گفتن که مگه تقلب چقدر میتونه بشه؟ دقیقاً حرفی که آقای خامنه‌ای روز 29 خرداد سال 88 زدن، گفت تقلب یه خورده 1 میلیون 11 میلیون تقلب. پس ما داریم حرف سال 88 خودمون رو برمیگردونیم، داریم میگیم که 11 میلیون تقلب نشد. اما ما معتقدیم که اینا میتونن فضای اضطراری اعلام کنن، فضای استثنایی اعلام کنن، که همین الان یه ماه پیش ما دیدیم با حذف راحت آقای رفسنجانی نفر دوم 34 سال جمهوری اسلامی، خیلی راحت این اتفاق افتاد، جراحی انجام شد بدون اینکه بحران این ساخته بشه. پریروز شایعه رد صلاحیت مجدد حسن روحانی رخ داد و اتفاقی هم نمیافتاد. چرا؟ برای اینکه من بین دوستان دیدم که گفتن اگه روحانی رد صلاحیت چه، ما باید بلافاصله بریم پشت سر عارف. وقتی حاکمیت میدونه که دوستان اصلاح طلب و دوستانی که به انتخابات چسبیدن و هیچ چیزی غیر از انتخابات رو بر دموکراسی نمیتونن تصور کنن، از این کاندیدا به اون کاندیدا میرن، چرا باشون بازی نکنه؟ شما فکر کنین که این دوستان دوم خرداد همونطور که آقای هنری عزیزم گفتن که بیشتر به انتخابات و چون زنی بالا معتقدن، اگه به فرض محال هستن، به فرض 10% آقای روحانی رأی ان بیاره و ردش کنن، چی کار میخوان بکنن؟ میخوان تو خیابون لشکرکشی کنن؟ میخوان زور آزمایی خیابونی کنن؟ میخوان چه میدونم، میخوان جنبش اجتماعی به وجود بیارن؟ مسئله من اینه، چون اون بخشی سردمدار این انتخاباته که به جنبش مردمی اعتقاد نداشته، که اصلاح طلب فقط صندوقی و اصلاح طلب بالادستی، اصلاح طلب چونه زنی با قدرت، نه به مردم اعتقاد داشته باشه، اگه تقلب هم بشه کاری نمیتونن بکنن. مسئله بعدی اینه، یک کلمه شما در مورد سیانت از آرا نشنیدین. سال 88 همه حرفات تو جنبه توی کمپین انتخاباتی بود که ما سیانت از آرا خواهیم داشت. چرا آقای روحانی، چرا آقای عارف یک کلمه در مورد مناظره‌ها در مورد سیانت از آرا حرف نزدن؟ یک دونه راه پیشنهاد نکردن که ما چطوری از آرای مردم، اینا فقط توقع دارن مردم بیان به صحنه و وظیفه‌شون انجام بدن، ولی اونها هیچ وظیفه‌ای ندارن که حق مردم رو حفظ کنن، براش بجنگن. برای اینکه آقای خامنه‌ای و بیت رهبری و سپاه گفته بود که خط قرمزه، شما کلمه‌ای درباره تقلب حرف نمی‌زنید، بعد طوری حرف بزنید که انگار نرماله، انگار همه چی درسته، اینجا آمریکا باشه میدونم کشور اروپایی و تقلبی درش رخ نمی‌ده. خیلی ممنون. چند 30 ثانیه بیشتر من توضیح ندادم در مورد بذار فقط تا همینجا بگم، تا همینجا حداقل بگم که من خودم به کجا رسیدم. من هنوز در این مورد مرددم، هیچ کدومش فکر من عوض نکرد، با این تفاوت که استدلال‌های آقای علیزاده رو بیشتر میپذیرم که وقت برای ایجاد موج نیست، وقت برای ایجاد جلوگیری از تقلب نیست. اون کسایی که شرکت کردن هیچ ضمانتی و یا حداقل هیچ شعاری در این مورد ندادن و فعلا با اینکه خیلی مطمئن نیستم، ذهنم بیشتر میره به این سمت که هیچ کس تا این لحظه حرفی از این نزده که رأی من اصلا ارزشی داره و شمرده خواهد شد. ولی اگر آقای هنری حتی یه چیز خاصیه که به طور مشخص میخواین چیزی رو جواب بدین، خواهش میکنم. ولی کوتاه خواهش میکنم، سعی کنید زیر یه دقیقه بگیرین که بتونید تا یه ساعت تموم کنید. ممنون. خواهش میکنم. من فقط میخواستم بگم، من نگفتم که تقلب یه حدی داره، گفتم از یه حدی بالاتر هزینه بر هست، این مهمه، و اون هزینهش برای گام‌های ما به سمت دموکراسی با اهمیته. ما باید اون هزینه رو نادیده نگیریم. من سوالم از آقای علیزاده اینه که، یعنی کاش اینجوری سوال میکردی، خب پیشنهاد جایگزین شما چیه؟ اگر میگین که جنبش سبز میمیرد، من باور دارم نه، اتفاقا عین اصل جنبش سبزه. فرصت از هر گونه مشارکت سیاسی اجتماعی جامعه عین جنبش سبزه و هر چقدر ما اینو تقویت کنیم، نیروهامون رو تقویت کردیم، یعنی اون گامهامون رو برای مشارکت‌های بعدی برمی‌داریم. نکته دیگه این که آقای علیزاده به نظر من وجود مردم رو نادیده می‌گیرن، وجود اصلاح طلبی جامعه محور رو نادیده می‌گیرن و حضور نیروهای سکولار و دموکراسی خواهی که کلاً به بدنه‌های اجتماعی سرایش می‌کنن، خودشون رو بس کنن، به نادیده می‌گیرن. یعنی مسئله اینه که ما با حمایت از روحانی داریم وارد این پروسه میشیم، یعنی وارد بازیگری میشیم. اگر این کارو نکنیم، من به عنوان یک اصلاح طلب جامعه محور دیگه نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم بازیگر باشم. درسته اونها دارن کار خودشون رو میکنن، مگر اگر رأی داده نشد، اون وقت وظیفه منه که گفتمان خودم رو پیش ببرم. این مسئله مهمه. بله، اجازه ندارد آقای هاشمی صحبت از تقلب بکند، اجازه ندارد آقای رو، دقیقاً به این دلیل میگم. اون چه میدونم، امکان بازی در زمین حکومتی دست اصلاح طلبان دوباره خردادی است،
امکان بازی در زمین جنبش دست اصلاح طلبان جامعه محوری که مرتب هم داره بیشتر و بیشتر میشه. ببخشید آقای هنری، متاسفانه باز هم من قانع نشدم، به خصوص یه سری اصطلاحاتی که میگم در قشر سیاسیون جامعه خیلی شایعه، ولی سیستم وقتی میاد به سمت استدلال و مغز من متوجهش نمیشم. مثلا وقتی میگیم که تقلب اگه زیاد باشه هزینه داره، چرا دفعه دیدیم همه صندوقا رو ببرن یه جا، همه رو نشمرن، همه رو بندازن دور، کم باشه زیاد باشه، چرا ما هزینه میدیم؟ چرا آقای هاشمی رو رد صلاحیت کرده؟ اینو به من توضیح من نمیدونم، ولی نمیتونم اینو بذارم اینجا. شما یه دونه اصل رو میگین، من میخوام بگم که مثل هندسه که میگن اصل موضوعه، شما همه اون صندوق ها مردم توش حضور دارن، تمام اون ناظران رو شما نمیتونی بگی یک سری ما مزدور حکومتی داریم، اینا مردم هستن، مردم مکانیزم های به اصطلاح کنترلی تقلب تا حدی دارن، اگر همزمانی بخواد همه اونا رو حکومت کنار بگذارد، به نظر من این هزینه بسیار بسیار بالاست و برای دموکراسی خواهی ما مطلوب است. اوکی، میگم دلوقتي. شما این رو به عنوان یک اصل موضوع متن بیان میکنین که اصل، یعنی اصل غیر قابل چیزه که وقتی تقلب زیاد باشه هزینه‌اش زیاده. من ایران قیامت قانع نشدم که تقلب زیاد هزینه‌اش زیاده. نه دیگه، حالا ببین، آقای هنری زیاد استفاده کردن وقتشون، شما نکته خاصی اینجا میخواین اضافه کنین یا فکر میکنین در سوالای بعدی پوشش داده میشه؟ نه، من فقط یه نکته خیلی ساده نیمه جامعه شناسی بگم. چرا؟ اولا که بازم میگم آقای هنری حرفی که میزنه حرف خطرناکیه. من چون آقای هنری رو 4 ساله میشناسم و میدونم که دلبستگی عمیق و واقعی و صادقانه به جنبش سبز داره، میگم که آقای هنری به خاطر 2 روز آینده و به خاطر این امکان پیروزی تو این انتخابات این حرف رو نزنیم که بعداً کلیت جنبش سبز زیر سوال بره. این حرف طرفدارای آقای خامنه‌ایه که میگن 400 هزار تا ناظر تو صندوقا بودن، پس چطور شما از تقلب حرف میزنید؟ این حرف رو من از بچه‌های دوستانش میدونم، دوستان دست راستی اونوری شنیدم که کل تقلب سال 88 رو زیر سوال می‌بردن. متأسفانه زمزمه‌هایی در یک دو ماه گذشته به وجود اومده، متأسفانه جزوه‌هایی پخش شده از دوستان اصلاح طلب دوم خردادی که اصلا دارن زیر کل تقلب سال 88 می‌ذارن برای اینکه بتونن بدن اجتماعیشون رو دوباره راضی کنن بیان اینجا. سوال 1. بحث دوم، شما میگین که اصلاح طلب‌ها نیروهای سکولار، من قبول ندارم، معلومه قبول دارم، من معتقدم که اونها حتی بدون تلویزیون های زرقامی، بدون موج اجتماعی هم میان. جمعیتشون چقدره؟ 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیونه. قضیه که اصلاح طلب ها فکر میکنن که 50-60%، 70%ی که توی دوم خرداد با آقای خاتمی رای دادن، اونها چک سفید دادن، اونها همشون تحول خواه و اصلاح طلبن. من معتقدم که یه بدنه، یه هسته اصلی داره این وسط که بله، همون طبقه چه میدونم متوسط شهری که تحول خواه واقعا همشون، هم ایدئولوژی اصلاح طلبانشون خوب کار کرده، موفق شده که فکر کنن که دموکراسی فقط از همون صندوق رای میگذره، اونا چه بسا بیان. ولی منظورم اینه که از اون برای رسیدن به بالای 50% برای این موج اجتماعی خیلی کار سختی. مسئله آخرم اینه، سال 88 برای این مردم اومدن از جون و این چیزا مایه گذاشتن و تا تهش رفتن، برای اینکه اون یه ماهی که حالت کارنوالی داشتش، اون امیده انقدر زیاد بود که وقتی امیدو زدن از بین بردن، انگار دنیا رو ازشون گرفته بودن. وقتی شما یه هفته امیدهای هاشمی رو گرفتین، چه اتفاقی افتاد؟ همه مایوس شدن. ولی مایوس شدنشون طوری نبود که بریزن تو خیابون عصبانی شن، جای آتش بزنن، تظاهرات را بندازن، از خون خودشون بگذرن. قضیه اینم همینه. شما انتخابات نگاه کن دور و برت، دور و برت آدمایی می‌بینید که اونقدر براشون آستانه زیاد شده باشه، امیدشون اونقدر زیاد شده باشه، امید مرگ و زندگی باشه که اگه شنبه بگن نه، اونقدر عصبانی شن تو خیابون بریزن. برای همینه که اگه بگن نه هم، آدما مایوس میشن، عصبانی میشن، به دیوار میزنن، دو تا فوش میدن و قضیه میخواد. ممنونم از هر دوی شما. من فکر کنم در بحث‌های بعدی، اولا که با عرض پوزش من یه کمی با مداخله کنم، اگه از جواب سوال من خارج شدین یه مداخله بکنم و دوباره همون لحظه سوال بکنم ازتون. و بعدش هم قرار شدش که چون این اولی خیلی برای آقایون مهم بود، 2-3 دقیقه‌ای باشه، بقیه 2 دقیقه 2 دقیقه بره، لذا بقیه رو با 2 دقیقه ادامه خواهیم داد. سوال بعدی در مورد
اینه که و البته خیلی مقدار زیاد اینجا بحث کردین ولی حالا به طور مشخص، چون که در قبلی که من آنچنان نتونستم تصمیم بگیرم که اگر که من رأی بدم چه تضمینی وجود داره که رأیم شمرده بشه و همه رأی بدن چه فرقی خواهد داشت، فقط میگم این استدلال رو بیشتر قبول کردم که 88 که خیلی مشارکت زیاد بود نتونست چرا تقلب رو بگیره چه برسه امسال. این کمی یک 10% بیشتر منو به سمت عدم شرکت برد. حالا میریم تو سوال بعدی. سوال بعدی همون چیزی که خیلی آقایون تا این لحظه هم بهش اشاره کردن و اونم اینه که کسانی که موافق شرکت در انتخابات هستن اعتقاد دارن که صرف شرکت کردن مردم جامعه رو سیاسی میکنه و سیاسی شدن جامعه منجر میشه به احیای جنبش های اجتماعی نظیر جنبش سبز. از طرفی آقایونی که مخالف شرکت کردن هستن، یعنی دوستانی که مخالف شرکت هستن، خانمام جزشون هستن، اینها معتقد هستن که، یعنی چیزایی که استدلالهایی که تا این لحظه من خوندم، که اینجور تصور نکنین که عدم شرکت یک جور انفعاله یا یک جور ناامیدی و سرخوردگیه. عدم شرکت خودش یک جور نافرمانی مدنیه، خودش یک کاریه برای خودش. اینجوری نیستش که مثلا به معنی اینه که نشستیم تو خونه اصلا بی‌تفاوتیم. بی‌تفاوتی نیست، بلکه خودش یک کاریه. من هیچ کدوم از این دوتا رو به طور مشخص نمیدونم که واسطه دیگه هم اعتقاد دارن که الان دیگه وقتی برای اون احیای جنبش، احیای موج، ایجاد موج اجتماعی نا وجود نداره. بنابراین من سوالم اینه که این دفعه با آقای علیزاده شروع خواهیم کرد و لطفاً توضیح بدین و یا کمی منو قانع کنید که آیا اگه من شرکت نکنم اینجور نبوده که من ضربه زدم، از پشت خنجر زدم به جنبش های اجتماعی و مانع شدم، و یا اگر که شرکت کنم امیدی هست به این که یک موج یا حرکت اجتماعی ایجاد بشه یا نه، و اینکه اگر که شرکت نکنم آیا خودش میتونه یه نافرمانی بدنی باشه؟ آیا مثلا این که میگن آقای خامنه ای خیلی ناراحت میشه و باعث میشه مثلا مشروعیت نظام کم بشه، آیا عدم شرکت من هم یک اثر اجتماعی داره یا نه؟ ممنون. آقای علیزاده لطف کنید شروع بفرمایید. چند دقیقه؟ این دفعه 2 دقیقه، ولی حالا اگه این دفعه 2 دقیقه، ولی اگه فکر میکنین بیشتر لازم دارین من یه تا 3 دقیقه هم بریم، 2 تا 3 دقیقهش میکنیم. بفهم. بسیار خوب. اولا که اون چیزی که من خیلی خوشحالم شما کلمه تحریم رو استفاده نکردین، چون اگه نسل قدیم بود میگفت تحریم، در واقع همه کسایی که به شکلی جمهوری اسلامی با خشونت تمام از سال 57 حذفشون کرد، وقتی اومدن در واقع از حاکمیت بیرون افتادن و امیدشون از دست دادن، هی هر سال گفتن تحریم. قضیه ما تحریم نیست، یعنی هم من هم آیه هنری هم از لحن شما من به این نتیجه رسیدم که ما هنوز به انتخابات حد اکثر میگم به عنوان تاکتیک معتقدیم، یعنی معتقدیم اگه 6 ماه دیگه یه فضایی به وجود بیاد ما انتخاباتی بذاریم، اگه فکر کنیم سود و زیانش رو با هم بسنجیم و سودش بیشتر باشه بهش نمیگیم نه به صورت کلی. قضیه انتخابات خاصه. متاسفانه در 24 ساعت آینده به همین راحتی در 24 ساعت آینده امکان عمل جمعی و سیاسی که بگیم حالا همه با هم دیگه رأی میدیم رأی نمیدیم نیستش. اون قضیه باید چندین ماه پیش شروع میشد و یک سازماندهی خیلی جدی میخواست، یه هماهنگی بین نیروهای بالایی چه میدونم دموکراسی خواه و اصلاح طلب و جمهوری سبز و غیره میخواست، و این تشتت این 3 4 ماه گذشته، اول دنبال آقای خاتمی دویدن، بعد دنبال آقای رفسنجانی دویدن، بعد حالا مثلا آقای عارف و روحانی، این تشتت اصلا اجازه این قضیه رو نمیده. به نظر من در نهایت این گروهای میگم ما رأی نمیدیم که تا حد زیادی اعتبار خودشون برای آینده حفظ کنن، ولی رأی ندادن و دادن همونطور من گفتم یه امر خیلی خیلی شخصی شده. اما قضیه مشروعیت، این به نظر من یک بام و دو هواست، یعنی دوستانی که در 4 سال گذشته به جای اینکه بیان دنبال سازماندهی باشن که بخش زبان بزنن ریشه مادی و واقعی و قدرت آقایون اقتدارگرا رو بهش حمله کنن، همش تو اون سطح مشغول مبارزه با مشروعیت رژیم بودن و مشروعیت زدایی حاکمیت بودن، حالا الان میگن که نه ما رأی هم ندیم به مشروعیت نظام بر نمیخوره. به نظر من این یک با دو هواست. چطوره؟ یعنی ما اگه الان بریم 85% رأی بدیم یا مثلا 60% رأی بدیم فرقی براشون نمیکنه،
یه قضیه دیگه هم که مرتب تکرار میکنم و من نمیگم از کجا اومده، میگم که 70% بالای جامعه، 70% بالا که در این انتخابات شرکت میکنن. من نمیدونم این عدد رقم که بیشتر به فارس نیوز نزدیکه از کجای دوستای اصلاح طلب در اومده که مسلما 70% جامعه شرکت میکنن. و بعدش هم اینه که به خاطر اینکه چون انتخابات شوراهاست در هر صورت مردم میرن و یک رأی میدن. من همه حرفم اینه که شما قضیه مشروعیت و غیر مشروعیت بذارین کنار، اگه امیدهاتون رو بذارین اینجا و فکر کنین که من با این امید میرم و امیدام تموم میشه چون شنبه به یأس تبدیل میشه و این اتفاقا امکان حالا جنبش نه، امکان اعمال سیاسی و کنش های سیاسی آینده رو از بین میبره. قضیه فقط جنبش سیاسی نیستش، قضیه اینه که ما داریم سیاست رو به 4 سال یک بار کاهش میدیم. پس اون وسط نسرین ستوده و مجید توکلی و آدمای دیگه‌ای که دارن هر روز کار سیاسی میکنن و هزینه‌شون، پس اونا بعد بیان بیرون از زندان پس هر 4 سال یه بار عملی انجام بدن. خیلی ممنون. برای هم این دفعه من میخواستم یه خواهشی بکنم، چون در چند مورد چند تا استدلال داشتین، استدلال رو یکی یکی مطرح کنم که آقای هنری جوابمونو بدن، بعد بریم سراغ بعدی که یکم قاطی نشه حتی من بتونم بفهمم چی شد. در مورد درصد آقای هنری، آیا شما هم اعتقاد دارین بالای 70% در هر شرایطی شرکت خواهند کرد مردم؟ من اصلا همچین ادعایی نکردم و نمیدونم. آیا فکر میکنین مشارکت بالاست؟ من فکر کنم پتانسیل مشارکت بسیار بالاست، توضیح هم دادم. یعنی نمیتونی، من اگر داخل ایران زندگی میکردم نمیتونستم در وضعیتی که به اصطلاح تهدید جنگ هستش، وضعیت اقتصادی به این منوال، وضعیت آزادی های چه میدونم شخصی اجتماعی ما تو این شرایط بیتفاوت باشم نسبت به انتخابات. و خب به هر حال علم جانب شناسی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، این میگه پیش بینی کننده مشارکت اجتماعی مردم، به ویژه که این نارضایتی ها سیاسی بیان میشه. جامعه ما به شدت سیاسی بیان میکنه نارضایتی هاش رو، یعنی خب به هر حال بعد جامعه سبز میدونه که باید یک پاسخ سیاسی پیدا کنه برای این نارضایتی. اوکی. خب قسمت بعدی، آیا شما فکر میکنین که شرکت کردن یا شرکت نکردن، میزان رأی بالا پایین اثری در مشروعیت نظام داره؟ نه، من این تصور رو ندارم. من یعنی اصلا مسئله من نظام نیستش، مسئله من این اقتدارگراییه. اقتدارگرایی چگونه به اصطلاح محدود میشود، این مسئله خیلی مهمه. اگر بپذیریم که رأی دادن ما مشروعیت نظام بالا میبره، یعنی این که رأی های ما کاملا شمرده میشه، یعنی این که نارضایتی عملا وجود نداره. ولی موضوع اینه که نارضایتی وجود داره و تقریبا این به اصطلاح حاکمیت، ما احساسمون اینه به حد زیادی رسواست. یعنی من احساسم اینه که جامعه ما یه جامعه بالغیه و تصور داره که این چقدر این حکومت مشروعیت دارد یا ندارد، تا اینکه مثلا حالا این تعداد به اصطلاح آدمایی که شرکت میکنن یا نکنن چقدر حکومت اعلام بکنه. و این فقط نکته رو میگم، البته بعدا حتما وقت خواهید داشت. و سوال اصلی، سوال دیگه، که اینکه ما الان به امید یک جنبش اجتماعی بریم و رأی بدیم، ولی این امیدمون به راحتی با اینکه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد تبدیل به یأس میشه و بقیه خواستهای معدنیمون هم ابتر میمونه در حقیقت. در این مورد چه جوابی داشتین؟ مسئله اینه که امید بذر هویت ماست. ما هم جنبش سبز، من دارم از موضع جنبش سبز صحبت میکنم، نه از موضع اصلاح طلبی دوم خردادی، نه از جنبش از موضع یک آنارشیست یا از یک موضع یک آدم عادی. من دارم میگم جنبش سبزی که 4 سال فعالیت کرده، 8 ماه در خیابان بوده است و بعد از اونم کنش های جمعیش به شکل های مختلف ادامه پیدا کرده است، من دارم از اون موضع صحبت میکنم. به نظر من این جنبش نیاز دارد که هویت خودش رو تقویت کند، این جنبش نیاز دارد که پیوندهای خودش رو بیشتر و بیشتر کند، یعنی پیوندها شکل بگیره اون شبکه های اجتماعی. این جنبش نیاز به یک بورد دارد، این جنبش نیاز به دوباره شکل گیری گفتمان جدید دارد. به همین دلیل
این حضور انتخاباتی رو موثر میدونم و تصورم اینه که ما تلاش ما این بود که جنبش سبز رو خیلی پیش از این وارد عرصه انتخابات بکنیم و ای کاش همین آقای علیزاده و دوستان دیگه می اومدیم در دعوت از خاتمی با مهر سبز با تابلوی سبز داره میشدیم. آیا آقای علیزاده قبول دارن که آمدن خاتمی در اون موقع در راستای تحقق جنبش سبز خواستای جنبش سبز بود یا نبود، در به هم زدن مهندسی انتخابات بود یا نبود؟ ما میتونستیم، جنبش سبز میتونست که وارد بشه بگه آقای خاتمی ما شما کاندید ما هم نباشین، در راستای تحقق خواستای جنبش سبز حضور شما برای ما با اهمیت هستش و اون موقع ما بازیگر میشدیم و میتونستیم وقتی که آقای هاشمی رد صلاحیت میشد باز هم میتونستیم جنبش اجتماعی تقویت کنیم و همینطور الان هم در همین موقعیتی. اگر بمونیم در بازی، اگر با گفتمان جنبش سبز وارد بشیم و بدونیم امید بذر هویت ماست، ما میتونیم به اصطلاح این جنبش رو ادامه بدیم و تقویتش کنیم و یک بار دیگه بتونیم به رخ بکشیم. آقای علیزاده استدلالی داریم؟ بله. ببینید چند تا نکته خیلی مهم بودش اینجا. آقای هنری گفتن جامعه ما بالغه. من همه ترسم اینه که تو این یه هفته‌ای که دارم می‌بینم دارن جامعه ما رو از بلوغ در میارن، دارن مثل بچه‌ها باش حرف میزنن. یعنی همون کسایی که تو این 16 سال جنبش سبزی هم نمیگم، کسایی که همون در واقع پیامبران اصلاح طلبی اون 16 سال بودن که میگفتن که تنها راه دموکراسی صندوق رأی، برین صندوق رأی، فراز و نشیب داره، یه بار شکست می‌خوره یه بار پیروز میشه و بالاخره راهتون طولانی و میرسین دوباره برگشتن. اینو زای زیبا کلام گفت که هیچ راه دیگه در این کشور برای اصلاح کردن غیر از صندوق رأی نیستش. پس این آقا دارن میگن که همه تلاش‌های ما در 4 سال گذشته، دارن میگن که همه اون کسانی که زندگیشون رو گذاشتن در زندان هستن، وسط روی کفه خیابون افتادن، اونها کاری واسه رسیدن به اصلاحات برای دموکراسی نکردن، فقط این صندوق رأیه، صندوق رأیی که از درون بیت رهبری اومده بیرون. آقای هنری میگن انتخابات و جنبش. آقای هنری اولا که خود آقای خاتمی که پای جنبش سبز وای نساده بود که، آقای خاتمی پشت آقای موسوی رو تا حد زیادی میگم از همون اوایلش خالی کرد و مرزبندی‌ها رو مشخص کرد. ما اگه یه دونه دوباره فیگور شخصیتی می‌رفتیم که به جنبش یک چه می‌دونم یه وفاداری داشتهش، می‌گفتیم بله ما پشت شما میایم، شما بیاین انتخاب شین، ولی با چه وزنی آخه؟ ما وقتی نتونستیم یه دونه تظاهرات توی سال گذشته بذاریم، وقتی نتونستیم رهبرمون رو چه می‌دونم بعد از 800 روز رهبران سبز رو از بعد 800 روز براش اصلا مراسمی بذاریم، حتی خب به فرض کاندیدمون میومد، خب شما وقتی رفسنجانی رو حذف میکنن کاندید جنبش سبز رو که با دو سوت حذف میکردن، ما باید یه وزن داشته باشیم. ما یه موقعی وزن داشتیم 3 میلیون نفر تو خیابون رو 25 خرداد. الان همین دوستایی که توی انتخابات دارن حرف میزنن دارن میگن اشتباهه، نباید لشکرکشی خیابونی میکردیم. ایشون میگن که امید بذر هویت ماست و دقیقاً به همین علتی که امید واقعی رو نباید با امید کاذب و دروغین، نباید با امیدی که داره میگه شما بیاین یه رأی بدین با یه کاغذ ساده، یه روز جمعه 10 قدم راه از خونتون تو صندوق رأی، رأیو بدین، آقای روحانی میاد بالا، ما قوه مجریه را میگیریم، بعد مجلس هم میگیریم، بعد یواش یواش دموکراسی میاد. اینا ما سال چه میدونم قبلا شنیدیم. و یادتون باشه چون به سیاست واقعی وصل نبودیم، چون وزنمون زیاد نبود، فشاری از پایین نداشتیم، مردمو جمع نکردیم، فقط رفتیم بالا چونه زنی کنیم، از آقای رفسنجانی با آقای خاتمی رسیدیم. از درون 8 سال اصلاحات آقای خاتمی، آقای احمد نژاد در اومد. ما الان وضعمون از منظر کانونهای قدرت، جامعه رو نمیگم، جامعه حرکت خودش رو به سمت جلو انجام داده، ولی از نظر کانونهای قدرت وضع ما بدتر از قبل از سال 76ه. سال 76 نیروهای امنیتی و سپاه اینقدر سیطره نداشتن به درون نظام که امروز دارن. این بودش اون راه چه میدم آروم آروم و تدریجی که از طریق صندوق رأی در میومد. از طریق اون صندوق رأی آقای احمد نژاد در اومد. صندوق رأی که به تنهایی مهم نیستش، اون زور مردم پشتش که بتونه از صندوق دفاع کنه. آقای موسوی زول زد به چشمای آقای خامنه ای روز 26 خرداد سال 88. آقای خامنه ای گفتن برای من خط قرمز ابطال انتخاباته. اوشی را میگفتن انتخابات خود شکل ظاهریش برای من مهمه، مثل انتخابات زمان شاه. ما یه زمان شاه انتخابات نبودش، اون موقع بچه‌ها چرا رأی نمیدادیم؟ اون موقع ما بیاتیم بین حزب رستاخیز و حزب رستاخیز انتخاب میکردیم. آقای موسوی هم به چشمشون نگاه کردن و گفتن خط قرمز برای من حق مردمه، حق مردم محتوای صندوق رأیه. من دارم میام تو این انتخابات، تنها چیزی که درش وجود نداره حق مردم به معنی سیاسی شه. همه محتوای سیاسی رو از انتخابات گرفتن. مناظره شما نگاه کنین، همه اون 7 نفر 8 نفر داشتن میگفتن که ما اگه بیایم براتون نواب بهتری میاریم، زندگی عادیتون رو بهتر میکنیم، و مردم مستعصب هم حق دارن که به این امید واحد هم بدن. ولی قضیه اینه که همه میدونن که نون و آب مردم به قضیه تحریم ها بستگی داره،
که اون از بالا تو بیت رهبری تصمیم میگیرن سرش. قضیه بستگی داره به اینکه دست سپاه میتونن کوتاه کنن یا کوتاه نکنن، باز به بالا بستگی داره. هر کسی که بیاد محدوده. و من حرفم اینه، اون آقای روحانی برای اینکه پیروز میشد باید انتخابات رو سیاسی میکرد، ولی سیاسی نکرد. اتفاقا اشتباهشون این بود، اونا برای اینکه رأی بگیرن، برای اینکه بتونن موج ایجاد کنن، باید حرفای سیاسی میزدن ولی محدود کردن. شما نگاه کنین به همین همایش حجاب، وقتی مردم دارن میگن که آزادی زندان سیاسی آزاد باید گردد، مامورین ستاد آقای روحانی میگن نه بسته بسته، مردم ساکت میکنن، مردم مهار میکنن. و این پارادوکسی که حاکمیت برای اینا به وجود آورده همینه که میگه به دست خودتون به تهلکه بندازین. وضعیتی براشون ایجاد کرده که نه بتونن اون موج به وجود بیارن، نه اگه رأی آورده از اون رأیش میتونن سیانت کنن، همزمان تو انتخابات اومده باشن. روز شنبه هم کیهان بزرگ بزنه نه بزرگ مردم به اصلاح طلبها. ممنونم، هرچند که خیلی از وقتمون گذشتیم، ولی خب حالا این بخش رو فکر میکنم مجبوریم تموم بکنیم. سه جمله بگم. شما سه جملاتون بفرمایید، بعد من ببینم که نظرم میتونه عوض بشه یا نه. من اولا که آخر سر پاسخ آقای علیزاده رو نشنیدم در مورد سوال شما که آیا جنبش اجتماعی تقویت می شود یا نمی شود و چگونه چه برنامه‌ای دارن برای جنبش اجتماعی. یک. دوم اینکه آقای علیزاده، من این نقد کلی دارم، ایشون یک با من صحبت نمی کنن، یعنی شما استدلال من رو نقد نمی کنن، بلکه اصلاح طلبان دیگری رو نقد می کنن که خب ایشون خیلی هم قابل نقد، بیای منم الان بشینم باهاتون نقد کنم و من از یه موضوع دیگه دارم صحبت می کنم. سوم اینکه ایشون اونجایی که میگن که از دل خاتمی، از دل اون انتخابات 84 آقای احمدی نژاد در اومد، توضیح نمیدن این به اصطلاح عدم مشارکت و تحریم و عدم تمایل جامعه رو به حضور در اون سال 84. و اینکه اصولا هم با اینکه میپذیرن که انتخابات وقتی مؤثر است که جامعه حضور داشته باشد، ایشون نمیگن که چرا الان تمایل دارن که جامعه حضور نداشته باشد. ما هم همینه، یعنی من و آقای علیزاده کاملا هم عقیده ایم، میگه آقا بریم جامعه رو حضور داشته باشه جامعه. ما میگیم اگر ما سیاسی کنیم جامعه رو، جامعه این قدرت تشخیص رو داره، این مطالبه، این اصلا این مفاهیم کاملا بین ما و جامعه به اشتراک گذاشته شده و اون هم میفهمه انتخاب درست رو میکنه و وارد میشه. چرا سیاسیش نکنیم؟ حالا ایشون میگن وقت نیست، فرصت نیست. من میگم که چرا، ما خیلی گام ها برداشته شده و اصولا در یک نظام های غیر دموکراتیک، حالا نمیدونم اون کسکید رو چجور ترجمه کنم، به هر حال خیلی وقت ها ما شاهد هستیم که به سرعت میتونه، یعنی اگر اون آستانه مثلا انگیزه رد بشه، در کل جامعه رد بشه و به سرعت ما میتونیم با یه موج رو بروش. سپاسگزارم. ببخشید. من خواهم بحث رو ببخشید، بحث جالبی رسید. بذار من پس به یه جایی الان بگم من کجا رسیدم الان با شنیدن حرفاتون. با شنیدن حرفای شما من الان در این وضعیتم. اگر که بگم که من مغزم دو تا آدم توشه، یه آدم خوشبین و یه آدم کمی بدبین و شاید بگم واقع بین. آدم خوشبین الان ته دلش قند آب شده، تو دلش آب قند شده و میگه که قند آب شده، میگه که حتی اگه 1% کمی امکان داشته باشه که یک امیدی در مردم ایجاد بشه، جنبش اجتماعی ایجاد بشه، هیچ مشارکت من یه کاری بکنه، بهتره که حتی واسه اون 1%، 1 در 1000 هم برم بدم رأی و بدم، چون که قشنگ بود تو همه اون روزهای بعد از انتخابات جمع شدن و این همه قشنگ. ولی آدم واقع‌بین میگه که خب آره قشنگ بود، یه سری جو هم ایجاد کردیم، یه خود آبروی بین‌المللی هم کسب کردیم، اما در مقابلش آدم های زیادی رو از دست دادیم. ندا خونشون دیگه نیست، سهراب خونشون نیست، خیلی های دیگه هزینه دادیم، خیلی بی هزینه نبود. این یه قسمتش. و بعدش این که موج ناامیدی که بعدش اومد و اصلا بی‌حوصلگی مردم در انتخاب، برای شرکت کردن در فعالیت عادی زندگی، اینم اثر نداشت. یعنی خلاصه اینکه من الان حرف هر جفتتون رو باهاش کاملا موافقم. فکر میکنم در روز انتخابات بستگی داره که از این دنده راست بیداشتم یا دنده چپ، ببینم که یعنی واقعا از نظر عقلانی و لاجیک هنوز به هیچ کدوم از دلایل منو قانع نکرد. هر جفتش فعلا در حد احساسی بیشتر مونده.
البته یکم بگم که نظر آقای علیزاده در مورد اینکه جنبش اجتماعی باید برنامه ریزی میکرد و یک فکری میکرد در اینجا و بی خود خودش رو معطل اتفاقات انتخابات و صندوق رأی کرد، کمی منو به این سمت میبره که بازم شرکت نکنم در انتخابات. ولی چون وقت خواستین آقای علیزاده بفرمایید. اول آقای هنری درست میگن، من واقعا معذرت خواهی میکنم، من شما رو اصلا جنبندی رو بخوام با اصلاحات درست میگید، ولی به این علت که آقای هنری درسته، چون شما بخشی از جنبش سبز هستین که مقدار به نظر میاد، من متوجه هستم که شما با اصول خودتون تو انتخابات هستین و من همونطور گفتم من با کسانی که میخوان تو انتخابات رأی بدم هیچ گونه مشکلی ندارم، اون با اون بدنه رهبری اصلاح طلبا که مقدار طلبکارانه به مردم میگه توقع داره که همه بلندشن بیان و نه دلایلی آورده نه چارچوبی ایجاد کرده که بگه من اگه شما بیاین شما به من رأی بدین منم برای شما این کارو میکنم، از رأیتون پاسداری میخوام، من با اون مشکل دارم و من معذرت میخوام، من اینو به شما واسه کنم. ولی خب یه جایی هم هستش که میشم در مورد جنبش سبزی من شما با هم فرق میکنید، شما مثلا آقای خاتمی رو معتقدین که متصمیم به راحتی و غیر مشروط مثلا میشم پشترشون اجماع کنید و به نظر من این قضیه خیلی آسونی نبودش. فقط یه چیزی، شما در مورد اون کسکید، شما در مورد اون چم یه دفعه اون از اون آستانه امید اجتماعی رد شدن حرف زدین، من فکر میکنم خب اگه بود که خیلی خوب بودش، یعنی من شخصا اگه شما به من بگید که فردا صبح بلند شم توی سرتاسر ایران، نه فقط تهران، این خیلی مهمه، فقط تهران نه، تو سرتاسر ایران یه موج اجتماعی بلند شده باشه، موجی که خیلی متحد با اینا و این قضیه رو میخوام به رفراندوم تبدیل کنه، من خیلی هم خوشحال میشم، تمام حرفامو عوض میکنم، پشت اون موج اجتماعی هم وای میستم، حتی چه میدونم به صورت سمبولیک رأی هم میدم، برای من سیاست اخلاق گرایانه نیستش، ولی ببین حرفایی که دارم میزنم برای اینکه رأی جمع کنم چه حرفاییه، به نظرم دارم دروغ میگن، دارم میگن اگه شما بیاین و رأی بدین وضع مادیتون خیلی خوب میشه، تموم شد، تن صدایی با جهان میشه، دارن امید دروغین میدن و این امید دروغین خطرناکه، دارن میگن که تنها راه رسیدن به دموکراسی همین صندوق رأی های ماست، این باز دروغ، این دروغ نیستش، ولی این سرکوب انواع دیگه مبارزه تو اینجاست، انواع مبارزه چم مدنی که تو این 4 سال، تو قبل از اون 4 سال بوده، کسایی که چه میدونم هزینه دادن تو این دو دهه قبل از اون، به نظر من نحوی که دارن مردم رو میکشونن پای صندوق نحوی صادقانه نیستش، یکیش وحشت سازیه، مثلا از آقای جلیلی هیولا ساختن، من شخصا فکر می‌کنم تو ایران بودم یا حتی همین بیرون از ایران روز شنبه ای آقای جلیلی انتخاب شه، خب خیلی فضای بدیه، در حالی که چه به مردم نمیگیم که تو این 34 سال مگه اینقدر حاکمیت‌ها نیومدن هی از نظر فرهنگی و اجتماعی به مردم فشار آوردن، ولی مردم نحوه زندگی خودشون تحمیل کردن به حاکمیت، این حتی آقای قرضی هم فهمید، ولی ما نمیگفتیم آقای احمد نژاد اگه بیاد خیابون پیاده رو زن و مردم نمی‌کنه، چه کمکی کرد این قضیه؟ این آیا کمک کرد که آیا احمدی نژاد انتخاب نشد در مقابل آقای رفسنجانی تو دور دوم سال 84؟ من معتقدم که سیاست وحشت به عنوان ابزار رأی جمع کردن و امید باطل دادن و سرکوب بخش جنبشی کردن متاسفانه بخش اصلی رأی جمع کردن شده توی این کمپین و من شما رو قبول دارم حرفتون رو، شما اصلا به اون ربطی ندارین و دارم میگم که وقتی من بالا پایین میکنم شنبه اگه آقای روحانی پیروزم نشده باشه بعد ما این چیزا رو هم از دست داده باشیم، امید کاذبم بهمون داده باشن که یه دفعه مایوس شده باشیم، وحشت هم ایجاد کرده باشن، بعدم چم بهمون در واقع ایدئولوژی دروغین داده باشن که جنبش سازی رو در 3-4 سال آینده، در 10 سال آینده اصلا سخت میکنه، من فکر میکنم زیان این وارد این کمپین شدن با این شکل وارد شدن خیلی بیشتر از سودش خواهد. من آقای هنری جواب دارید یا بریم سراغ بلاک بعدی؟ ما که دوست داریم جفت میزنیم به هر حال، در هم به خدمتتون که نه دقیقا من قبول دارم به هر حال ما اون فریمینگی که صورت میگیره برای رأی جذب رأی کاملا اون فریمینگ دوم خردادیه، یه جور دفع شر این بوده ولی کم شدش، یعنی شما اولی که دعوت آقای خاتمی بود با اون حتی آقای تاجزاده هم از تو زندان که خودش اصلاح طلب جامعه محور بود با ادبیات خیلی همین تضادگرایانه اومدش و این مشخصه که یک فقط میخواد یه موج درست کنه، ولی ما یک ادبیاتی درست کردیم تو جنبش سبز میتونیم با اون وارد بشیم، من تصور میکنم جامعه عقلانی، یعنی حالا عقلانی نه اون عقلانی ابزارگرایانه، عقلانی تصمیم میگیره چقدر مؤثر هست حرکتش و این تأثیر حتی یه مقدارم باشه
باز به نظر میرسه که وارد اون بسیار بسیج رو قبول کنه. یعنی اون چیز من نقداتون رو قبول دارم ولی میگم که چاره، یعنی جایگزین چیه؟ من میگم که نه، ما با ادبیات خودمون وارد میشیم، ما وارد میشیم چون به هر حال جنبش سبزیم، ما اصلا اعتقادی با اون نوع چه میدونم معناسازی ها نداریم. ببخشید من اصلا این قسمت آخر حرفتون رو نفهمیدم، چون جنبش سبزیم به هر حال وارد میشیم یعنی چی بود؟ من یعنی میگم که با همون استدلال هایی که مثلا من پیش از این کردم یا استدلال های خودمون وارد میشیم. یعنی عملا من اولی هم که گفتم که شما گفتین که این رأی چگونه ارزیابی میشه، من تصورم اینست که ارزیابی ما اونه که چقدر به سمت دموکراسی رفتیم، چقدر به سمت چه میدونم خواستا و مطالبات جنبش سبز رفتیم، و مهمترین ارزیابی ما اینه که چقدر تونستیم مشارکت سیاسی اجتماعی جامعه رو محقق کنیم. این نیستش که چه کسی وارد چه میدونم کرسی ریاست جمهوری رو میگیره یا چه تعدادی 30,000 نفر مثلا اصلاح طلب وارد به اصطلاح دستگاه دولتی میشن یا نمیشن. ما به هر حال باید با پشتیبانی از جامعه و در حضور جامعه تغییرات رو صورت بدیم. من اینو میگم که با این ادبیات من دارم مشارکت رو تشویق میکنم. اصلا کای یا میتونم بگم یک گروهی یا یه طبقه که من ازش اومدم و بسیاری از دوستان من به طور کلی با کلیت نظام اسلامی و به طور خاص با اصل ولایت فقیه مخالف. اصلا ما با حکومت اسلامی نمیخوایم در کشور ایران باشه. این خب یک ایده ایه، اما همین من و امثال من و طبقه ای که مثلا من ازش هستم بگیم متوسط شهری، اگر کمی با انصاف باشن میتونن به یاد بیارن که در زمان خاتمی به طور کلی زندگی بهتری داشتن از زمان احمدی نژاد. روزنامه های بیشتری بود، تحریم ها داشت، یه جاهای خوبی میرفت چیز اتمی مون، بعد وضع اقتصادی بهتر بود. پس بهتره که من بیام یکی دیگه از نماینده های اصلاحات رو انتخاب بکنم. درسته که من با کل نظام مخالفم، با کل نظام اسلامی، ولی حداقل حالا الان که مردمی که دارن زندگی میکنن زندگی بهتری داشته باشن حداقل. در مقابل استدلال هایی که میشنوم اینه که اگر که اون موقع زندگی آدم بهتر بود، اگر که روزنامه بود و نمیدونم وضع اقتصادی بهتر بود و اینا، به علت یک عواملی بود. اون عوامل هیچ ربطی به رئیس جمهور نداره، یک علل دیگه بود. و یا اینکه الان اصلا رئیس جمهور اونقدر قدرت سیاسی اجتماعی نداره که این کار رو انجام بده. حالا سوال من دقیقا اینه، این دفعه آقای هنری باید آغاز کنن. آقای هنری شما منو قانع بکنید که اگر آقای روحانی رئیس جمهور بشه با یک مکانیزمی زندگی مردم و حداقل حالا من چون حداقل میتونم حد اکثر بتونم نماینده طبقه خودم باشه دیگه، زندگی طبقه متوسط شهری از لحاظ فرهنگی و اجتماعی کمی بهتر از زمان آقای احمدی نژاد خواهد بود، هرچند اگر ما نتونیم به طور کامل به دموکراسی برسیم. شما فکر میکنین که آقای روحانی بتونه اینو برآورده کنه برای ما؟ آقای هنری بفرمایید. من فکر میکنم ما به اون سمت گام برمیداریم. ببینیم ویژگی عمده‌ای که دوران اصلاحات داشت این بود که میانه روان اعتدالگرایان فضا یافته بودن، یعنی صداشون به گوش میرسید. این خیلی خیلی با اهمیته. در جامعه‌ای که شما بتونی حرف منطقی بزنی، مستدل بزنی، صدای بلند باشه و به گوش برسه. بسیاری از نیروهای سیاسی که در دهه 60 و اوایل دهه 70 فعالیت میکردن، سکولارها، اونایی که تولید میتونم بگم واقعا تولید دانش داشتن، تولید به اصطلاح گفتمان سیاسی، گفتار سیاسی داشتن، مفاهیم سیاسی رو وارد میکردن، اینها تونستن بروز پیدا کنن. در دوره آقای روحانی هم یقینا حداقل این که با قانون رو دوباره اصل میدونیم، دوباره اعتدال رو من تصورم نگه این دارم که ایشون
به سمت اعتدال پیش خواهند رفت. این فرصت میده به مثلا نیروهایی مثل ما، یعنی اینجا به این توجه کنین که پیش از این که یعنی اگر جنبش اصلاحات با تکیه بر کرسی‌های قدرت، با تکیه بر نیروی به اصطلاح ساختارهای حقوقی نتونست خودش رو پیش ببره، این بار تنها تکیه بر ساختارهای حقوقی نیست، همون اصلاح طلبای اون دوره بسیاریشون به باورمند شدن به نیروی جامعه و قدرت حقیقی که در جامعه میجوین. یعنی این بار ما کنترل اجتماعی هم خواهیم داشت، این بار جامعه یک نفر را انتخاب کرده و به هر حال میمونه تو صحنه. یعنی ما الان تجربه، اگر در دوم خرداد ما 8 سال ترس از بسیج جامعه بود، ولی دقیقا آقای موسوی اتفاقی که یعنی چیزی که آید این جامعه کردن این که این ترس ریخ، یعنی میتوان مشارکت اجتماعی انبوهی از مردم رو متحقق کرد، ولی این جامعه به سمت براندازی هم نره، به خشونت هم نره و به اصطلاح ما بتونیم باز همراه با عقل پیش ببریم خواستهای دموکراتیکمون رو. من تصور میکنم گام اول ما اینه که توقف به اصطلاح متوقف کنیم این بیقانونی و اینکه هر کسی صدای داد بیشتری بلندتری میزد اون صدا شنیده بشه و این حالا از رادیکالیسم ولی بنیادگرایی رو از یک طرف، از یک طرف هم به هر حال تندروی رو متوقف کنیم، مجالی برای عقلگرایان پیدا بشه و در اون مجال بتونیم خواستای دموکراتیک و خواستای به هر حال بتونیم نمیدونم بگم مدرن یا خواستای نیروهای مختلف اجتماعی رو بتونیم دنبال کنیم. ممنون. خب پس من اینجوری بذاریم بکنم، تا این لحظه استدلال مخالفتون نشدم میتونم با تو موافق باشم که شما فرمودین که در حضور اعتدالگراها که شما آقای روحانی رو اعتدالگرا میدونستین و با زیاد شدن اینها در ارگانهای دولتی جلوی افرادگرایی بنیادگراها گرفته میشه و امکان ایجاد نیروهای امکان یه مجالی به نیروهای اجتماعی مثلا انجی ها مثلا احزاب اینا داده میشه که اینا اون حرکت اجتماعی رو که اتفاقا آقای علیزاده خیلی نگرانش بودن که ایجاد نشده در آینده ایجاد بکنن. نظرتون اینه که اگر که بیاد پس به نظر شما در این به علت این احتمالاً زندگی مردم در این مدت بهتر خواهد شد، هرچند که در مورد مسائل اقتصادی جواب خاصی به من ندادیم، نمیدونم که نظری دارین، یعنی آیا شما فکر میکنین که در مورد تحریما میتونن آره یقیناً اعتدال، شما تصور کنید آقای احمدی نژاد نگه این به اصطلاح قطعنامه کاغذ پاره است، یکی باشه که بخواد این قضیه رو حل بکنه. فکر کنین که سفرای به اصطلاح کشورهای اروپایی داخل کشور بیان و بتونه این فکر کنیم توی اقتصاد ما تأثیر نخواهد گذاشت یا خب چرا میتونم امید داشته باشم حداقل که تأثیر خواهد داشت. پس در کل شما اعتقاد داریم که بعد بذاریم من که تأکید بکنم احتمالا جواب سوال کاملا مشخصه و شما اعتقاد داریم که آقای روحانی نماینده جریان اصلاح طلبی هست که توان این کار رو داشته باشه، درسته؟ به طور خاص به هر حال باید یعنی ما هم باید در جامعه قدرت هایی رو داشته باشیم تا ایشون رو کنترل کنیم یا به هر حال اون خواست ها رو به صورت پررنگ طرح کنیم در جامعه. خب تا اینجا خیلی خوب بود، ولی اینجا که گفتید باید بتونیم کنترل کنیم، یه شرطی خودتون گذاشتین که استدلالای خودتون رو زیر سوال برد، ولی باشه برمیگردم خدمت شما. آقای علیزاده شما بفرمایید، آیا شما فکر میکنین که با روی کار آمدن روحانی زندگی طبقه من و امثال من بهتر خواهد شد؟ خب مثلا 7 نفر 8 نفری که تو مناظره ها بودن و از شورای نگهبان رد شدن، هر کدومشون نماینده سری خواسته های این جامعه است، فقط از اینکه اون خواسته ها رو خیلی کنترل کردن و خیلی اون در واقع تقسیم بندی ها رو از بالا تعیین کردن. یعنی مثلا بخیر آقای جدیدی که خیلی هم ازش حیولو ساختن، آیا فکر میکنین آقای جلیلی توی جامعه ایران طرفدار واقعی نداره؟ آیا اگه آقای جلیلی انتخاب شه اوضاع عده‌ای هم از نظر مادی بهتر نمیشه، هم از نظر
طبق عقیدتی و از نظر احساس مقبولیت اجتماعی یک گروهی از جامعه ایران در وضع بهتری قرار نمیگیرن. من اصلا نمیگم که ببخشید من اینجا یه توضیح کوچیک بدم، حتما اینجوریه، ولی اینجا قراره که شما منو قانع کنین. من مسلما ممکنه که یه طبقه مثلا بسیجیان جنوب تهران خیلی خوشحال بشن، ولی میخوام ببینم که من نگران طبقه خودم و خودم هستم. آیا زندگی امثال ما طبقه متوسط شهری کمی مخالف حکومت اسلامی آیا بهتر میشه یا نه؟ دقیقا به طور مشخص. ممنون. بستگی داره که اون طبقه متوسط چی میخواد. اون طبقه متوسط به ما گفتن که دنبالش میدونم فقط اوضاع بهتر مادی نیستش، دنبال اینکه روزنامه‌ش هم داشته باشه، دنبال اینکه سفر هم بتونه بره، فرهنگم بتونه تولید کنه و مصرف کنه. اون قضایا رو اگه نباشه، اگه نگران خیلی بخش سیاسیش نباشیم، به نظر من آقای قالیباف هم میتونه چه بسا بخش از اون خواسته رو تامین کنه. لازم نیست سراغ آقای روحانی برید. آقای قالیباف اگه رأی بدین احتمال رأیتون هم نخواهد سوخت. ولی من حرفای آقای هنری برام یه مقدار چم یه مقدار برام جا نیافتاد، این تا حد زیادی تخیلی به نظر رسید که اگه آقای روحانی بیاد ان جی او باز میشه، دوباره چه میدونم عقلانیت برمیگرده، سفرهای خارجی دیگه بیرون نمیکنن. من چند سوال دارم. این به نظر من ما رویای سال 76 رو توش چجوری موندیم. سال 76 به خاطر این نبود که آقای خاتمی انتخاب شد، شدش رئیس جمهور، شدش رئیس قوه مجریه که همه اون چیزا به ما داده شد. سال 76 برای این بود که یه جنبشی خود به خود تقریبا بدون اینکه اصلاح طلبها خیلی هم زحمت بکشن 20 میلیون نفر یه دفعه به آقای خاتمی رأی دادن. اون پشتم آقای رفسنجانی بود که اتفاقا ازش سیانت کرد، واقعا نداشت تقلب شه، اینو باید تاریخ ازشون تشکر کرد. و صبح که بلند شدن اقتدارگرایان و آقای خامنه‌ای و آقای جنتی و بقیه شوک شدن. من به عنوان کسی که اون صحنه ها رو یادمه، از سال 76 تا سال 78، اوایل 78 واقعا اقتدارگرایان ایران، محافظه‌کاران ایران عقب نشینی کردن. لحن آقای خامنه‌ای عوض شد، ملایم شد، خیلی کارا توش میشد کرد. برای همین اون اتفاقاتی که افتاد ماحصل اون چیزی بود که ما بهش میگفتیم جنبش دوم خرداد، نه فقط گرفتن قوه مجریه. یه مسئله اینه. مسئله دیگه این که خود اعتدالگرایی اگه ما اینقدر به قوه مجریه بها بدیم، نشون میده که خیلی از معماری قدرت ایران کمتر زیادی غافل شد. برای اینکه مثلا با همون اعتدالگرایی آیه روحانی که از اعتدالگرایی آیه رفسنجانی به عنوان چند به عنوان مرشد فکریش که بیشتر نیستش که، سفرهای خارجی ایران رو در دهه 70 کی بیرون کردن؟ زمان آقای رفسنجانی بیرون کردن. یا کلی از تنش ها اون موقع به وجود اومد. مهم اینه که تو ایران قدرت اینقدر داره پخش میشه در جاهای مختلف که اگه آقای احمد نژاد بیاد که با جاهای دیگه هم هماهنگ باشه، میذارن رئیس جمهور خیلی کارا رو بکنه. اگر نخوان میذارن خیلی کارا رو نکنه. من نمیگم بین آقای روحانی و بقیه فرق نیست، این تا حد زیادی میشم حرف بسیار عجیبی، حتما بین ایشون فرق هستش. ایشون حتما اگه بیاد نماینده خواسته های مترقی تری در جامعه ایران هستش. ولی خب از اون برم احتمالاً وقتی روحانی بیاد قدرت از قوه مجریه کنده میشه، به جاهای دیگه داده میشه. به نظر من برای همین من فکر میکنم که اگه آقای روحانی هم بیاد مثل دهه 70 نخواهد بود که وضع NGO ها و غیره بهتر شه. اون تعقل اصلی هم که در حال حاضر نیازه، تعقل در سیاست خارجه است. برای پروژه اصلی در حال حاضر مسئله هسته‌ایه. آقای روحانی اگه بیاد دیپلماسی بهتری انجام میده. دیپلماسی یعنی صورت بهتری میذاره برای مذاکره با غرب. ولی غرب هم به نظر من تا حد زیادی دیگه به صورت خوب نیاز نداره. غرب هم خیلی تهاجمی داره برخورد میکنه و تا تهش هم میخواد بیاد و براش فرق نمیکنه که آیا احمد نژاد جای اربده بکشه یا آیا روحانی لبخند بزنه. اون میخواد قضیه هسته‌ای متوقف شه و این به نظر من خواسته مسئله تصمیم کل نظامه، تصمیم آیا روحانی یا آیا قالیباف نیستش. ممنون. پس بیشتر شما اعتقاد دارین که این ترسیم فضایی که آقای روحانی رئیس جمهورشه و همه خوشحالن و کمی روسری ها عقب رفته و همه جا کتابه و آلبوم موسیقی ها اجازه نشر پیدا میکنه و کتاب ها دیگه آزاد شده و سینما هر کسی هر چی فیلم بخواد بسازه بسازه و کلی ما روزنامه داریم، اینا این تخیلی و ایدئالیستی و ساده بینانه است. روسری ها که در بیشترین زمان احمد نژاد عقب رفته تو 8 سال گذشته که از نظر چه میدونم جامعه که حرکت خودش رو مستقل از بالا انجام داده، که شما سال امسال رو با سال 84 مقایسه کنید از نظر آزادی های فردی که جامعه خودش حرکت خودش رو کرده، خیلی جامعه آزادتر بود تو تا نسبت به سال 84 که آقای خاتمی بودش. درسته من موافقم باهاتون. شما میگید درسته؟
نه در کجا آزادی های زندگی میکنه؟ من میتونم این سوال بکنم؟ من امریکا هستم ولی خب بودم رفتم اومدم اینا و میدونم که یعنی اینجوری نبوده که کلا نباشم. درسته، یعنی حرکت چیز تلاش برای آزادی فردی آره خود یا میشه یک جور جنبش زنان ایران که جنبش که نیستش که هم با متحدی نیست، جنبشه که به طور فردی هر کسی داره انجامش میده، کار خودشو کرده به طور موازی. ولی خب خیلی چیزای دیگه قبول کنین که اجازه چاپ کتاب و روزنامه و جزای هنری اونا دیگه واقعا به صفر رسیده. این اساسی آقای احمدی نژاد که در جامعه ابتذال به وجود اومد، یعنی اون کتاب مبتذل، یعنی مبتذل من با ادبیات حکومت صحبت نمی کنم، اما مسئله بله بله اینه که شما کمیت بی ارزش منظورتون چیز، شما کیفیت کاملا از بین رفتش، اون این رو توجه نمی کنه. میدونم من کاملا با شما موافق بودم در قسمت اول بحث تا جایی که رسید به اون جایی که آقای علیزاده فرمودن که احتمالا قالیباف همه اینا رو بیشتر میده، چون قالیباف همه این حرفا رو میزنه، توی حرکتش تو شهرداری هم نشون میده. و من اون وقت به شک افتادم که لزوما معلوم نیستش که یه دونه اصلاح طلب خیلی در این موارد خاص بهتر بتونه عمل بکنه. و یه دونه سوالی الان دارم تو ذهنم برام پیش اومد برای آقای هنری. آقای هنری، اصلا کلن رئیس جمهور ایران انقدر قدرت سیاسی اجتماعی داره که مثلا کار خاصی رو تحریم ها بکنه یا تصمیم خاصی بتونه به در مورد سیاست های فرهنگی کشور بگیره؟ واقعا الان در این لحظه رئیس جمهور این قدرت رو داره یا نداره؟ و چقدر فکر میکنین، سوالی که آقای علیزاده مطرح کردن، چقدر شما آقای هنری فکر میکنین که خارجی ها به خصوص اونایی که سانکشن رو دارن اعمال میکنن، چقدر اینها اصلا اجازه میدن به، یا چقدر براشون مهمه که اون رئیس جمهور کی باشه؟ دیگه اینا تصمیماشون رو گرفتن و قاطع سر جاشون وایسادن. چقدر فکر میکنین که من دو تا نکته رو بگم. اولا اینکه رئیس جمهور موضوع این نیست که یک نفر وارد میشه میره تو اونجا میشینه، یعنی همین جوری یک میزنن بلافاصله، یعنی ما انتخابات حالا شمرده میشه نمیشه، یه نفر میره رئیس جمهور میشه. این یک پروسه است. یک یعنی شما یک نیروی اجتماعی یه هژمونی داشته اون رو رئیس جمهور کرده، ما تونستیم، یعنی یک اتفاقاتی در ساختار قدرت افتاده که این آدم به جای اون یکی آدم اومده. همونطور که ما نقد میکردیم میگفتیم چرا همه چیزو بس میکنیم به آقای خاتمی، همینجا هم باید بگیم، برای اینکه ما اون موقع باور داشتیم که آقای خاتمی تنها به اصطلاح خودش اصلاحات رو، یعنی خودش اصلاحات رو به وجود نیاورده بود، بلکه ما حاصل یک اصلاحاتی بود، یک مجلاتی بود، فصلنامه گفتگو بود، گردون بود، کیان بود، اینا داشتن گفتار رو پرورش میدادن، نیروهای سکولار بودن، یک مبارزه ای پشتش بود، تمام اینها یک چه میدونم جامعه، یک درصدی از به اصطلاح تحصیل رسیده بود و این همه این اتفاقات آقای خاتمی رو آورد. پس همون نیرو پشت موندش، تونست یه سری تحولات ایجاد کنه. چه کسایی اومدن روزنامه‌هایی که واقعا تحول ساز بودن، یه چه کتابایی منتشر شد؟ آقای بیضایی، آقای خاتمی آوردش، یا آقای بیضایی فقط امکان پیدا کرد در اون زمان به اصطلاح تئاترش رو ببره روی استن. میخوام بگم که ما اگر بتونیم و تلاش کنیم این آقای روحانی رو به جای آقای جلیلی بشونیم، حتما این توان رو هم داریم که تغییراتمون رو مطابق مطالبات خودمون پیش ببریم. این مسئله با اهمیته. و من دست آخر فقط این سوال میکنم، کمتر از وقتم، که اگر بپذیریم که همه چی دست رهبر است، اگر بپذیریم که حکومت قرار خارجی ها تصمیم خودشون رو گرفتن، رهبری هم تصمیم خودش رو گرفته است، پروژه ایجابی آقای علیزاده رو من میخوام بپرسم. یعنی اینکه اتفاقا اینجاست که ما باید حضور داشته باشیم. اگر ما باید که حتی از خواستای خودمون باید بگذاریم برای اینکه ایران سوریه نشود، ما باید از خواستای خودمون بگذاریم برای اینکه ایران عراق نشود. مسئله با اهمیت حضور ما، مسئله با اهمیت ریاست جمهوری آقای روحانی دقیقاً در همین مسئله است. الان وضعیت عادی نیستیم. در سال 84 وضعیتی بود که ما شاهد این
به صورت تهدیدها نبودیم و به علاوه یک گفتمانی داشت شکل می‌گرفتش. ما رسیده بودیم که اصلاحات تنها در ساختارهای قدرت توانایی تغییر را ندارد. یک گفتمانی داشت شکل می‌گرفت. ما با عدم شرکت او می‌گفتیم که ما یک چی مهمتر از آن که چه کسی رئیس جمهور شود آن است که چگونه بتوانیم اون رئیس جمهور رو کنترل کنیم. این گفتمان داشت شکل میگرفت، داشت نیروهای خودش رو میساخت، این یه مقدار توجیه میکردش. ولی الان نه اون گفتمان جدید داره ساخته میشه که ما دل ببندیم نیاییم شرکت کنیم، نه این که این استقرار وضعیت خیلی با اهمیته. این جلیلی با آقای روحانی تفاوت دارد و ما باید این تفاوت رو نشون، یعنی ما باید اون مهندسی انتخابات رو ما باید تحت تأثیر قرار بدیم. ما نباید به اصطلاح مرعوب این صحنه آرایی ها بشنیم. ببخشید من نتیجه گیری خودم رو فقط این وسط بگم. تا این لحظه احساس میکنم که این که شما فرمودین که با عدم مشارکت ما ایران سوریه و عراق میشه، دلیلی احساس نکردم. احساس میکنم یکم معذرت میخوام، با عرض پوزش شعارگونه است. یعنی چه دلیل داره که روحانی بکنه سوریه نشه، با روحانی با مثلا قالیباف جلی بشه؟ چیز نشدم و قانع نشدم. در مورد استدلال دیگه تون که فرمودیم که خاتمی نتیجه مجله کیان و روشنفکرهای قبلش بود، خب پس با همون استدلال میشه نتیجه گرفت از اونجا که همه اونا الان خارجن، از جمله آقای بشیریه و بقیه اساتید روشنفکرها. دیگه توجه داشته باشین، این که تولید نداشت اتفاقا شما خودتو داشتین روزنامه‌نگار اومدن بیرون جامعه داره قلیان میکنه. 300 تا روزنامه‌نگار اومدن بیرون، هنوز داره روزنامه در میاد، هنوز داره مجله در میاد. بله ولی شما خودتون ماها سعی میکنیم تمامی که خارج هستن با وسیله ارتباطات جدید دارن گفتمان خودشون رو به داخل منتقل میکنن. شما تعداد آدمایی که به اینترنت متصل هستن، اون نسلی که داره از اینا استفاده میکنه بهره میبرن، اصلا نباید فراموش کنیم و نادیده بگیریم. کاملا درست گفتید، اینو الان قبول میکنم. یعنی این افراد حضورشون در خارج تقریبا میتونه همون اثر رو داشته باشه، فقط یعنی میتونه این ایده کلن این آیدیاها کلن جمع بشه و بازم ببره به سمت یک چیزی که اصلاح طلبانه، یک جنبش اصلاح طلبانه باشه. میتونم قبول بکنم. آقای علیزاده جواب شما. بسیار خوب. اولا که باز اون دوگانه به نظرم دوگانه عجیبی، دوگانه جلیلی یا روحانی. جلیلی رئیس اونقدر نیستش که واقعا رئیس جمهور باشه. به نظر سنجا نگاه کنید آقای جلیلی سوم احتمالا، چون اول آقای قالیباف، بعد فکرم رضایی، بعد ولایتی باشه. اگه واقعا جلیلی اینقدر خطر بزرگیه، اگه مثل خطرش چه میدونم شیراک توی انتخابات فرانسه سال 2002 بودش، خب از اول بریم پشت سر قالیباف به نظر من، اگه اینقدر ما تدافعی قضیه. ولی یه قضیه دیگه هم هستش، ببینید شما دارین فضا رو خیلی میگم بازم حالت وحشتناک و سوریه و عراق شدن، سوریه و عراق شدن بستگی میگم. اگه آقای روحانی بیاد، ببینید آقای روحانی ببره، من خانمم اشتباه فهمیده، شما گفتین که این میخوان تصمیم خودشونو گرفتن، اونا تصمیم خودشو گرفتن. اصلا نگفتم من فکرم اینه، واسه همینا من دقیقا تاکید کردم، گفتم اگر چنین است که ما باید دقیقا باید دیگه کار کنیم. نه اصلا ببین آقای روحانی یه سر سوادی ندارم، یعنی واقعا نمیدونم واقعا اونا تصمیمشون خودشون گرفتن یا نگرفتن. سواد چه رفتی داره اینکه والله ندادم. نه ببین آیه روحانی که واضحه که آیه روحانی تون دعوار تو مناظره هر کی ببینه، آیه روحانی یه سر تاکتیک هسته ای، آیه جلیلی یه سر دیگه اش. دو تا قطب از این نظر اتفاقی دو قطبی بودن. آیه ولایتی هم وسط اتم به نظر من کاملا متضاد با آیه جلیلی سر این قضیه هسته ای. ولی حرف من اینه، آقای اوباما توی دو سال گذشته با احمدی نژاد به احمدی نژاد پاسخ نداد. خب من میخوام با آیه خامنه ای صحبت کنم. سال 2009 هم قبل از انتخابات، سال 88 قبل از انتخابات، آقای اوباما مستقیم با آقای خامنه‌ای نامه نوشتش. به نظر من غرب یه مقدار درکش از قدرت واقعی در ایران عوض شده و به دنبال این که با کل نظام بشینه سر مذاکره. کل نظام به هیچ وجه آقای خامنه‌ای نیستش. من اصلا معتقد نیستم آقای خامنه‌ای قدرت مطلق در ایرانه و 100% اگه آقای روحانی هم بیاد حتما میتونه تا حد زیادی توازن قوا رو عوض کنه. در مورد این قضیه هم شکی نیستش. من دارم میگم که میزان خواسته های مردم ما تا جایی داریم بالا میبریم که میزان تفاوتی که وجود خواهد اومد بهش پاسخ نمیده. این خطری به وجود خواهد آورد. میزان اگه به مردم بگیم که شما ببینید یک رأی خیلی تاکتیکی و خیلی هوشمندانه بدید که
ممکنه ایشون پیروز شه، اگرم پیروز شه یه تفاوتایی میتونه انجام بده و بذارید مردم انتخابشون کنن. من معتقدم، همون اولام گفتم، بنده نه تجویز رأی دادن میکنم نه رأی ندادن، دارم میگم که ما شفافانه تحلیل کنیم ساختار سیاسی امروز ایران. ساختار سیاسی سال 1376 نیستش، بخش های اقتدارگرا در مقابل اصلاح طلب ها نیستن. اون موقع یه نصفشون اصلاح طلب بودن، نصفشون محافظه‌کار بودن. الان 85% گروه های خیلی عجیب غریب هم، به قول کروبی تو سال 88 میگفت، میگفت شما نمیدونید چه جونورهایی در اومدن تو این 10 سال. یه گروه های خیلی عجیبی در اومدن و قدرت به اون سمت رفت، به سمت راست و راستر و راستر رفته و اصلاح طلب های بخش خیلی کوچیکی هستند. اصلاح طلب ها نیمه قدرت ایران دیگه نیستن. مسئله سوریه و عراق شدن به همون شکل، مسئله سوریه و عراق شدن باز میگم به کل نظام بستگی داره و تو این کل نظام حالا اصلاح طلب ها بیرون هم باشن میتونن تاثیرگذاری کنن. ببین شما فراموش نکنید، اگر من حرفم اینه اعتبار آقای رفسنجانی در انتخابات به خطر نیفتاده بود، یک دونه بیانیه ایشون به عنوان همون رئیس تشخیص مصلحت اگر بلوفشون انجام نداده بودن چه بسا میتونست تاثیر بیشتری داشته باشه روند هسته‌ای. الان از اینجا به بعد آقای رفسنجانی حالا ممکن توی بدن اجتماعی میگن محبوب شده، بنده نمیدونم، ولی تو بالای قدرت تا حد زیادی بلوفشون روش شد. الان از فردا بیان به همه چیم ایراد بگیرن اونقدر به نظرم مهم نیستش. همونطور آقای موسوی، همونطور کسایی که تو زندان، آقای تاج‌زاده از داخل زندان یک دونه چه میدونم سر قضیه هسته‌ای حرف میزد، اونام هستن. ما فکر نکنیم که قدرت همه کار است. قدرت خیلی خیلی محدوده، یه سری محدودیت‌های اساسی داره. یکیش من برای شما مثال بزنم سر قضیه یارانه ها، هر کدوم از این 8 نفر یا الان 7 نفر بیان نمیتونن یارانه ها رو قطع کنن. آقای هنری شما ببینید به مرغ دست دادن، اینجا دیگه بدن اجتماعی بلند شد، خیلی هم از آن کارش خوب بود، به معیشت عادی مردم دست دادن و مرغ محدود کردن. تقریبا چون نصف خیابونای ایران چم داشت قیام میشد و تظاهرات میشد و اینا، برای همین هر خودشون بیاد دولت محدودیت هم داره. ما این محدودیت ها رو یادآوری کنیم، بگیم آقای جلیلی هم بیاد اگه بخواد به آزادی فردی زنان و دختران جوان دست بزنه، من موافقم تا جایی که مستحلک میکنه خودش مستحلک میکنه مانع نشه. اصلا مشارکت، من گفتم مشارکت حق فردی افراده، چون سیاسی که نیستش. اگه این انتخابات 88 یا 80 یا 76 بود و سیاسی بود، من حالا دوستم میگم جلوی جمع میخوام وایسم یا جلوی موج میخوام وای نستم. شما اگه من موجی نشون بدین من جلوش وای نمیستم، ولی مشارکت حق فردی افراده. من تو خود خانوادهمون الان چه میدونم دو نفرشون میخوان رای بدن، دو نفرشون نمیخوان رای بدن، و من در مورد تصمیمشون اتفاقا اصلا تداخلی نمیکنم، اصلا دخالتی نمیکنم، چون به نظر من موج نیستش، نه موج برای رای دادن نه موج برای رای ندادن. این مشاهده شخصی منه و قضیه اینه که در نهایت هم همون اون چیزی که خانم مردم میگن به نظر نزدیکترینه، یعنی احتمالاً جمعه صبح افراد بلند میشن. اگه تو این دو روز آینده موجی به وجود نیاد، که به نظر من در دو روز موج به وجود نمیاد، افراد بلند میشن و به دلشون نگاه میکنن و در نهایت یه سری المان های خیلی پیچیده ای که تصمیمشون رو میگیرن، یا به این سمت میرن یا به اون سمت میرن. خب خیلی ممنون. من تصورم اینه که دقیقا همون میشه. من تقریبا در بجز این که یک مقدار بیشتری سوال برام ایجاد بشه، تقریبا به هیچ کدوم از سوالام پاسخ داده نشد، یعنی پاسخ قاطع، به خاطر که خب مسلما فرمول شیمی و فیزیک نیست، یک پیشبینیه. هرچند بیشتر به این سمت رفتم که شرکت نکردن بهتره و بیشتر به این سمت ذهنم رفتش که آقای روحانی نه قدرتشو داره نه تا این لحظه علائمی بروز داده از این که میخواد یک از رأی من دفاع بکنه، دو از حق حقوق من در آینده دفاع بکنه، و من در این شخص ندیدم در احساس نمیدونم این قصد قضیه رو نمیدونم. حرف آقای علیزاده در مورد این که اصلاح طلبا پایگاه اجتماعی آنچنانی ندارن و قدرتی هم ندارن که مثل قدیم، و ضمناً چیزی که بازم تو ذهنمه اینه که ترس مردم، چون انسان همه چیز رو برای جانش میخواد، میخواد زندگی بهتری داشته باشه. اگه قراره که بریم تو خیابون کشته بشیم یا زندگیمون رو از دست بدیم یا کارمون رو از دست بدیم، این ترسه خب خیلی چیز بزرگیه. این ترس هم خب مانع بروز خیلی از جنبش‌های اجتماعی میشه. در مجموع یک عالم دیگه سوال برام ایجاد شد و بازم در مجموع فکر میکنم که خیلی از کسایی که دور و برم میشناسن و کلن آدم های خوشبین و خوش اخلاقی هستن و یک کمی هم بیشتر رویایی شرکت میکنن، خیلی از کسایی که آدم های
کمی بدبینی هستن و یا شاید هم واقع بینی هستن قصد شرکت ندارن. برای همین در آخر فقط تعدادی سوال جمع شده، این سوال رو هم سریع براتون بخونم و بعد هر کدومتون 5 دقیقه یک جمع‌بندی کلی برامون بکنید. سوالایی که اومده، مزدک پرسیده که شرکت در انتخابات تایید خواست رهبر تایید جمهوری اسلامیه هست یا نیست؟ نظرتون چیه؟ الان جواب بدی؟ میخواین بدین؟ میخواین یک کلمه خیلی کوتاه اینو بگین؟ خیلی مشروعیت هم نمیده به نظام. بود حکومت تلاش نمیکرد این انتخابات خیلی کم رونق انجام بشه. آره، یعنی شما فکر میکنی که اگه یه دفعه مثلا از 72 میلیون ایران یه دفعه 60 میلیون رای بدن خیلی خامنه ای خوشحال نمیشه، 600 هزار نفر هم بدن فرق براش نمیکنه؟ نه، من فکر کنم باید یکم به قول شما واقع بین باشیم، نمیخوایم رویا پردازانه صحبت کنیم. اتفاقا یه بخشی از رویا پردازا الان رأی نمیدن برای خلاف گفته شما، چون فکر میکنن که اون ور اصلاح طلبی هم راه دیگه‌ای هستش. من فکر کنم واقعیت جامعه ایران این هستش که به هر حال یک انتخابات پرشور رو نظام نمیخواد. آقای علیزاده شما. من نمیخوام از آقای هنری نکته سنجی کنم، ولی ایشون گفتن که کسایی که رأی نمیدن فکر میخوام اون برای اصلاح طلبی هم راه دیگری هستش. بعد شما از اینکه یک جاهایی من شما رو جمع بستم با اصلاح طلبان ناراحت شدید. این جمله بابا من حرف شما رو نزدم. ایشون آخه خانم گفتن که یه ادعی که میگه اون برای اصلاح طلبی راه دیگری هستش. مثلا ادهی... این موسوی و کروبی و راهنورد که الان تو زندانن و اصلاح طلبی نکردن، مقاومت مقاومت کردن. آخه نه، اصلاح بس اونا دیگه چیز دیگه، اونا بس راه دیگه نبودن. نه خانوم گفتن که اونایی که یه مقدار رویا پردازن میخوان رأی بدن. من گفتم نه، دقیقاً درست میگم. به نظر من نه، به نظر من رویا پرداز من عدم شرکتی هم هستش خیلی هم. به نظر من نکته درستی گفتن اتفاقا. ببینید آقای مسعود بهنود امروز نوشته بودن که رومانتیسیزم کسایی که رأی نمیدن. من معتقدم که دو طرف رومانتیسیزم دارن اتفاقا. اگه کسایی رأی نمیدن فکر میکنن فردا انقلاب میشه تو ایران و خود به خود همه چی درست میشه و مردم عصبانی میشن و فلان میشه، اونا رومانتیک دارن. رومانتیک دارن. شعب شما رو تایید میکنه. ولی اونایی که هر دو طرف برای رای میدن و قوه مجریه رو میگیرن و بعدش هم حاکمیت بهشون سر خم میکنه، میگه مثلا شرمنده ببخشید من تو این 16 سال شما اذیت کرده بودم، مثلا اشتباه کردم تشریف بیارید، اونا هم رومانتیسیز دارن. ولی حالا اینکه تایید جمهوری اسلامی هست یا نه، بنده به عنوان کسی که اینجا باید جواب سیاسی بدیم، آقای خامنه ای اگه روز شنبه بخواد بیا بگه که تایید جمهوری اسلامی بودی که حتما میگه، پاسخ ما بهش اینه که انتخاباتی که شما ممکنه 11 میلیون تقلب کرده باشین، ممکنه 50% مشارکت هم 80% کرده باشین، 90% کرده باشین. بعدم آقای خامنه‌ای، آقایون رهبری، آقایون شورای نگهبان، آقایون وزارت کشور و بقیه، مبارک هم با 90% انتخابات داشتش، صدام هم 99% داشت. شما وقتی سال 88 انتخابات رو از اعتبار انداختید، حالا دیگه روی انتخابات شما نمیتونید شعار بدین، روی انتخابات شما نمیتونید مشروعیت بدین. برای همین اونجا دیگه رجزخونی ما با آقای خامنه‌ایه. دوستان نگران مشروعیت اون بخش نباشن، برای اون بخش اصلا نباید به حاکمیت اجازه داد که بتونه ازش اعتبار بگیره. خب خیلی ممنون از هر دو طرفتون که در این مورد حداقل هم‌عقیده بودین. ما رو کمتر گم و گیج کردین، بیشتر از قبل نشد گیجیمون. سوال اردشیر پرسیده. اردشیر پرسیده اصلا روحانی اصلاح طلبه که بهش امید بست؟ خیلی کوتاه، آقای هنری روحانی اصلاح طلب محسوب میشه؟ اصلا اصلاح طلب یعنی چی که این اصلاح طلب محسوب بشه؟ ولی خواهش میکنم اصلاح طلبی یک روش هایی داره. نه من نماینده به اصطلاح کاندیدای من نیستش، نامزد من در حصره، ولی به نظر من که نامزد مورد حمایت من هستش. اصلاح طلبی هم به روش ها بیشتر، من تأکید دارم از مرادم از اصلاح طلبی هستش روش های خشونت پرهیز، به هر حال حالا بگم تدریجی اعتدالگر و خش و خش گذاشتن به سمت دموکراسی. و شما اعتقاد دارین که روحانی اصلاح طلبه؟ من نگفتم، منو بگیم. من گفتم نه خیر، ایشون من حامی ایشون هستم، نامزد من نیستن، ولی به هر حال رگه هایی از گفتمان اصلاح طلبی رو توی
مطالباتی که طرح میکنه میبینیم، رگاه های پررنگی هم میبینیم، ولی اون چیزی که به نظر ویژگی روحانی و اعتدالگرایی که فرصت به اصلاح طلبی رو به اصطلاح چون حداقل در صحبتهایی که من مثلا داشتم با دوستام اینا واقعا خیلی این ترس رو دیدم بسیاری دوستان من داشتن که کسی که رئیسش توی شورای امنیت ملیه بعد مثلا آدم اینقدر چیزی بوده هیچ وقت هم نمیاد قاطع بگه من اصلاح طلبم، یا مثلا در بالاترین یه دونه پوستر گذاشتن که یه زمانی کنار احمدی نژاد جز نماینده اصولگراها بوده، جز کاندیداهای اصولگرا بوده، در کلش ترس اینه که نکنه الان اصلاح طلبا به خاطر اینکه میانه رو بگیرن. این که سیاست تضمین نداره، سیاست حضور شماست، اون مطالبات یک عده‌ای طرح می‌کنه تو همین شما تو آمریکا نشستین، بنده تو هلند نشستم، یک عده‌ای سیاست ندارن، یک مطالبات رو طرح می‌کنن، یک جامعه و نهادهایی هستن که اون رو کنترل می‌کنن. این آدم حالا چقدر چه می‌دونم چی بوده پیش از این یا چه بر سر ترس، واسه همین سیاست شما نباید نیت خوانی کنی، نیتش چی هست خیلی اهمیت نداره. اگر شما معتقدید به نیروی اجتماعی باید این قاعدهش هم بپذیرید که وقتی اون طرح مطالبه میکنه شما هم باید وایسی و اون مطالبه رو بتونید دنبال کنید. متشکرم. آقای علیزاده، روحانی اصلاح طلبه؟ روحانی خودش بیشتر ادعای هم نداره که من اصلاح طلبم که، ولی به نظر من چم باز بر من گفتم برای من اون که حالا کاندیدا ایدئال باشه اونقدر مهم نیست، مهم اینه که تفاوتاش چی باشه. من میگم سال 2002 توی فرانسه مردم بین لوپن که نماینده فاشیستا بودش و آقای شیراک که نماینده دست راستیایی بود که کلی هم پرونده دزدی و فساد داشت با آقای شیراک رای دادن. توی فرانسه بنده خودم چم با بقیه داد می‌زدن که چم لوپن بنزین توی رودخونه ولی شیراک هم زندان بنزین بهش رای هم بدین. مثلا اینکه آقا اصلاح طلبیش اونقدر مهم نیستش. من مثلا اینکه از منظر سیاست واقعیت آقای روحانی همون که گفته خودش میگم به اعتدال معتقدم، میخوام وسط وایسم، بعد میخوام چه میدونم بالا چونه زنی کنم با گروه های مختلف. من همه حرفم اینه که تغییر قدرت در ایران به ویژه این سپاه، به ویژه تغییر بیت رهبری، به ویژه نیروهای امنیتی که خیلی پشت صحنه همه کار هستن، طوری که واقعا اون بالا اگه شما زور نداشته باشی به جایی نمیرسی. و به خاطر اینکه آقای روحانی مثل آقای رفسنجانی به اینکه بسیج عمومی انجام بده، به اینکه مردم تو خیابون بکشونه، تو دانشگاه بکشونه، حتی مثلا سال 76 تا 78 اون زورشون بهش اعتقاد نداره، واقعا نمیتونه اون بالا چونه زنی هم کنه اگه رئیس جمهور شه. من مثلا همینه، مثلا اینکه کارتی برای اون بالا نداره، مثلا آقای رفسنجانی، آقای رفسنجانی فکر میکنه خیلی پهلوونه ولی چون به کارت پایینی اعتقاد نداشتهش خیلی راحت زدنش، در حالی که اگه میدونست آقای رفسنجانی رد صلاحیتش باید چیه و نفر تو تهران بیان احتمالاً دوبار فکر میکردش آقای جنتی قبل از این رد صلاحیتش کنه. ولی در مورد اینکه آقای روحانی به اصلاح طلبان بسیار نزدیکتر از همه کاندیداهای دیگه است، اینکه دیگه خب از هر من از شمس دیگه اینکه واضحه دیگه، ولی اینکه اصلاح طلب من اینکه اون پکیج کامل داشته باشه، همه بتونید شما تیک بزنید 1 2 3 4 اون نیستش، ولی به نظرم مسئله مهمه انتخابات اون نیستش. خیلی ممنون. الان یکی تونه سوال از صمد پرسیده. صمد یه سوالش طولانیه ولی به طور خلاصه منظورش سوالش اینه که یه فرض کنیم که الان یک تونه انتخابات صنفیه بین مهندسا و دو نفر کاندیدا شدن، بعد قراره که اینا در برای مهندس ها یا شرایط بهتری رو درست بکنن، بعد بیان بدون پزشک بگن که این الان کدومشون روی زندگی تو موثره یا چقدر اثر خواهد داشت. پرسیده که فکر نمی کنیم که انتخابات ایران هم همین شکل رو داره تمایم را بندازید، حتی چه میدونم بخواید شما تغییر نظام هم بدین بعضی جایی شروعش آروم آروم با هم دیگه اضافه شه، یک شبه شما مردم اتفاقی انجام نمیدن. بالاخره ما از سال 76 دنبال می‌دیم دخالت کنیم. آیه خاتمی هم پاش توی حاکمیت بودش، از بیرون نیامده بودن، همون حرفایی که در مورد روحانی هم زده میشه در مورد ایشون هم میشه زده شه. ولی پاش یه پاش توی روحانی توی حاکمیت بود ولی نه تو بیت رهبری، توی جاهای دیگه، توی گروه‌های متضاد با هم دیگه تضاد بودش اونجا. من اینجا تضاد نمی‌بینم، من فکر می‌کنم که بین اون 8 نفری که رد شدن از توی اون فیلتر تضادهاشون گرفته شده. این که 3 ماه دیگه کارشون به تضاد برسه همونطور تو مناظرم کشید یه حرف دیگه است، حرف علاهدی، ولی اینکه اون تضادهای بینشون اجازه بده بین به مردم دخالت کنه اون وسط رو من مشکوکم. مثلا تضاد بین آقای لاریجانی و احمدی‌نژاد خب تضاد جدی بود دیگه، الان یکی از غایبای اصلی انتخابات آقای لاریجانیه. آقای لاریجانی می‌خواست از رضایی مثلا چه می‌دونم رأی بیشتر نمی‌آورد ولی آقای احمدی‌نژاد تقریبا نابودش کرد.
ولی اون تضاد جای دخالت مردمی رو نمیداد دیگه، خیلی متفاوت بود. حالا این تضاد مثلا بین آقای خاتمی و چه میدونم سر قضیه قتل های زنجیری باعث شد که مردم وسط بیان، باعث شد که مردم روزنامه سلام برمیسته، بعد چم کوی دانشگاه بشه. حرف من اینه، اینکه اینا مهندسن و پزشک ما مردم پزشکان، تفاوت جوهری بینشون هست درسته، ولی اون به تنهایی دلیل نیامدن نمیشه. اون چیزی که دلیل نیامدن میشه اینه که نوع تفاوت این 8 نفر تا حد زیادی مهار شده است، اونم توسط به نظر من توسط بیت و صفا. آقای هنری، شما چه دلیل دارین داله برای اینکه اینا یک تفاوت‌هایی دارن و مهار شده نیست و حضور ما میتونه یک تغییر خاصی ایجاد بکنه؟ حالا علاوه بر همه صحبتایی که کردیم، این که اگر قرار بود که اینا با هم تفاوتی نداشته باشن، یه تضادی وجود نداشته، اصلا چرا تقلب کنن؟ یعنی اصلا چه معنی میده؟ خب چرا؟ من فکر میکنم یعنی اون بحثای همه بحثای ما اصلا بی‌معنیه. من به روشنی میگم که هم تضادهای جدی نه تنها بین اقتدارگرایان و غیر اقتدارگرایان وجود داره، بلکه تضادهای جدی بین اقتدارگرایان هم وجود داره. اصلا یکی از پایه‌های جنبش اجتماعی بر مبنای همین تضادها هستش. مسئله روشن اینه که ما یک پایگاه قوی اقتدارگرایی داریم و داریم تلاش میکنیم نیروی اعتدال و اون نیرویی که میتونه مقابل اقتدارگرایی رو بیستد، به هر حال، حالا نمیگیم بیستد، به هر حال پروژه سیاسیش اقتدارگرایی نیست، را به اصطلاح تقویت کنیم. این خیلی مسئله مهمیه. ما اصلاح طلبا باید این رو بهش توجه کنیم. اصلاح طلب دوم خردادی هم باید به رسمیت شناخته بشه، اعتدالگرایی هم باید به رسمیت شناخته بشه. ما به نظرمون در این فضا میتونیم وارد بشیم، میتونیم تحرک پیدا کنیم، میتونیم بازیگر باشیم، به نحوی که اقتدارگراییان نتوانند یک خود را بازسازی کنند، چون با جدیدی قالیباف اقتدارگرایی میتواند خود را بازسازی کند. ما مخالف این بازسازی اقتدارگرایی هستیم. دوم این که بتونیم نیروهایی رو در حکومت نیز داشته باشیم برای پیشبرد اصلاح طلبی. مسئله با اهمیت اینه که ما نباید تلاش کنیم اصلاح طلبی انتخابات محور را محو کنیم، نه اصلاح طلبی انتخابات محور باید اصلاح طلبی جامعه محور را محو کند از گفتارش یا از حضور سیاسیش. مسئله با اهمیت این بود که تا دوم خرداد ما فقط یک پا در حکومت داشتیم برای اصلاح طلبی، از جنبش سبز اون رو بی اهمیت دونستیم، یک پایمان را در خیابان گذاشتیم. به نظر من ما پا رو در هر دو میخواییم داشته باشیم. اگر ما حتی در انقلاب هم دست آخر چند نفری در داخل حکومت سازش میکنن، که چه میدونم همین انقلاب 57 هم آقای بهشتی با اون ارتش سازش کردش. مسئله با اهمیت اینه که ما باید هر دو اینها رو به رسمیت بشیم و هر دو رو تقویت کنیم. اینجا زمان و فرصتی است که ما هم میتونیم خودمان را به عنوان اصلاح طلبان جامعه محور و اصولا جامعه و مشارکت جامعه رو تقویت کنیم، و هم میتونیم اون نیرویی رو که احساس میکنیم در اون زمین میتونه قوی تر بازی کنه تقویت کنیم، تا همون تضادهایی که مورد نظر آقای علیزاده هست شکل بگیره و همین مسائل. من فقط بقیه سوالا رو بیشتر به نظر میاد نظر تا سوال، به احترام اینه که شرکت کردن سریع بخونم. از قشر بدبین مخالف، اول یه دونه آرمان پدرام نوشته: سلام، ساده نباشید دوستان عزیز، تن دادن و امید بستن به این شو مثل نمایش، البته بسیار ساده اندیشان است. فکر میکنم اصلا قوه مجریه مگه قدرتی داره؟ مگه ننگ خاتمی گفت من یه تدارکات چی بیشتر نیستم؟ و چون خامنه دیکتاتوری شد، افزایش داده، روحانی نمیتونه کاری بکنه. در مقابل از قشر خوشبین احتمالا شرکت میکنم، زیبای عزیز زیبا حاجی نوشته که: سلام، من معتقدم باید رأی بدیم، بدون رأی رأی به پیش نخواهیم برد. جنبش 88 از پای صندوق شکل گرفته، مردم بالغ و نابالغ از همین حرکت ها به نتیجه خواهند رسید. به این معتقدم که هرچه بیشتر مردم در فقر و تنگنا فرو برن، سخت‌تر حرکتی به وجود خواهد اومد. دموکراسی از همین چالش ها ایجاد میشه.
در بعدش هم زیبا جان نوشت یک شعر نوشتن به رای بادی رفتن به از نشستن باطل و اگر مراد نیابم به قدر وز بکوشم و ندیده گرفتن دوران خاتمی چشم بستم بر واقعیت. مرسی از این گفتگو، خیلی ممنون ازشون. و علی آشتیانی یک پست وبلاگ برامون گذاشته بودن که چون طولانی من واقعا وقت نکردم که بخونم، حداقل خلاصه کنم اینجا، ولی موضوع هست رویای برزیلی ارزانی شما. من از این بعد ایتالیایی بازی میکنم که چون من کلا سواد فوتبالم ندارم، بازم نمیتونم نتیجه بگیرم، ولی احتمالاً موافق رأی دادن هستن. توصیه میکنم بقیه دوستان برن در آینده بخوننش. و از الان من که از بقیه خداحافظی میکنم و هر کدوم از دوستان یک دقیقه واقعا از روی زمان سنج جمع‌بندی بفرمایید. فکر کنم آقای خدایی شروع کردن، آقای علیزاده باید تموم. بسیار خوب، من بازم شما آیه هنری آیه قالیباف هم اضافه کردی، والا آیه قالیباف و جلیلی، برای اینکه فقط یادمون بمونه که یه هفته دیگه به مرحله دوم کشید. من مطمئنم که همین دوستانی که الان پسر آیه روحانی هستن اون موقع پسر آیه قالیباف خواهند بود. حال در هر صورت بعدم میگن که ما در حکومت بودن رو بی اهمیت دونستیم، آیه رفسنجانی در حکومت بودن رو بی اهمیت ندونستش. آیه رفسنجانی حتی نذاشتن بریم نماز جمعه، حاکمیت تقسیم‌هاش تقسیم‌های 0 و 1 شد بعد از سال 88، سیاست به جنگی تبدیل شد. آقای خامنه ای سیاست رو به دشمن و دوست تبدیل کرده و همیشه از سالهای پیش بوده. اصلاح طلبا میگن که بازی سیاست ایران مثل بازی شطرنج با گوریله و باز دوباره به سمت این رفتن که خیلی میخوان با گوریل خیلی خردمندانه حرف بزنن. من فکر میکنم که در این رویای بالا بودن، در قدرت بودن، بخش از قدرت بودن و اعتدال داشتن رو، من اگه عملی بود، اگه در یک جامعه در یک قدرتی بود که عملی بود، میگفتم خیلی هم خوبه. حالا منم شما هم خواسته های رادیکال و خواسته های حد اکثری مو میتونم فعلا مهار کنم، خیلی بهتر از اینکه اوضاع ما بدتر شه و خطراتی که در منطقه این هستش. ولی من با درک و تخمینی که از وضعیت قدرت امروز در ایران دارم، این رو خیلی عملی نمیدونم. دوستان در هر صورت اونهایی که احساس وضعیت میکنن و احساس میکنن که همین رأی کوچیکشون ممکنه شانسی براشون باشه، به ویژه کسانی در داخل کشور هستن و هیچ کس حق نداره به کسی بگه که شما رأی بدید یا رأی ندید. اگر احساس وظیفه رو میکنن باید رأی بدن، ولی نگذارید که به شما امیدهای کاذب بدن و نگذارید که مرتب به شما بگن تنها راه دموکراسی از انتخاباته. همین الان آقای خاتمی دوباره تو آخرین حرفشون همین زدن، انتخابات تنها راه دموکراسیه. یادتون بیاد که 4 سال پیش خیلی خیلی قدرت داشتین، یک تون الله اکبری که شبا از پشتمون میگفتین و یک تون حضورتون در همین راهپیمایی های خود دولتی لرزه بر اندامشون مینداخت. همین الان هم تو مناظره نگاه کنید، حتی اسم سال 88 و اسم من و شما رو که بخش از اونجا بودیم و اسم موسوی کروبی رو نتونستن بیارن. نگذاریم با ورود به این انتخابات اون حافظه رو از ما بگیرن. اگر هم خواستین رأی بدین به اون حافظه وفادار باشید، چون قدرت اون حافظه چیزی که از بالا بودن و رئیس جمهور بودن خیلی خیلی بیشتره. خیلی ممنون و فکر میکنم به طور مشابه 2 دقیقه و 18 ثانیه به آقای هنری هم وقت دادیم برای جمع‌بندی. در نهایت میتونیم نظر من رو عوض کنیم یا نه آقای هنری؟ نه، من تصور من کلا قایت خواست من از تغییر اینه که مشارکت سیاسی اجتماعی گروه های مختلف اجتماعی محقق بشه، یعنی گروه های مختلف اجتماعی از فرودست گرفته تا اونایی که صدا ندارن تا فرادستان بتونن تصمیم گیری های سیاسی مربوط به خودشون اثر بذارن. این مشارکت سیاسی اجتماعی میتونه زمانی در خیابان باشد، میتونه در روی پشت بام ها باشد، میتونه در پریز برق باشد یا در تحریم باشد و میتواند در انتخابات باشد. این رو باید ما همیشه مد نظر داشته باشیم. این که ما تسلیم این صحنه آرایی ها نشویم بسیار بسیار با اهمیت است. ما بتونیم مشارکت اجتماعی رو بتونیم تقویت کنیم بسیار با اهمیت است. اگر انتخابات رو مهندسی میکنن، ما باید مهندسی انتخابات رو به اصطلاح به هم بزنیم. ما باید این حضورمون رو به رخ بکشیم، برای اینکه این جامعه نیاز به کنش داره برای کنش های بعدی، برای برجاموندن جنبش تحت، برای اینکه در حافظه ما دور نشود، جنبش از بین نرود. این حافظه نیاز به عمل دارد.
این ما نیاز داریم یادآوری بشود هویتمون رو. ما میتوانیم با قلم سبز به آقای روحانی رأی بدهیم. اگر این کارو نکنیم به باور من ما فراموش خواهیم کرد جنبش ساز و هر جنبش دیگه رو. آقای علیزاده بهتر از من میدونن ما میتونه این جامعه ما از مشغولیت‌های همگانی به مشغولیت‌های شخصی به راحتی سوق داده بشه و اون وقته که دیگه ما خیلی سخت میتونیم یک کنترل داشته باشیم و برگردونیم به کنش‌های جمعیان کنش‌های همگانی. ارادتمند همگی. خیلی ممنون از لطفتون. من در نهایت بگم که من کماکان مردد بودم، هنوز من برای شرکت در انتخابات مردد هستم، چون که به خصوص در آقای بعد از صحبت‌های امروز به نتیجه رسیدم که رأی دادن به روحانی چیزی نیست که تضمین بکنه کمی زندگی بهتر برای مردم. فکر می‌کنم که بیشتر در حال اینم که رأی ندم، مگر اینکه در دو روز آینده علامتی ببینم که مشارکتی ایجاد شده یا حرکت اجتماعی ایجاد شده یا یک دلیلی مردم در یک احتمال بروز یک جنبش یا فعالیت اجتماعی مؤثری که به سمت ناامیدی نره وجود داشته باشه و یا یک دلایل بهتری رو بشنوم. در صورت فعلا در حالت مردد هستم تا ببینیم که در آینده چه استدلالهایی رو خواهیم میشنید. از هر دوتون خیلی ممنونم، متشکر که وقتتون رو به بچه‌های بالاترین و بقیه بیننده‌های بالا ویزیون دادین و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی بعد از انتخابات در خدمت شما باشیم و تحصیلاتون رو بشنویم. خیلی ممنون.